عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید معظم و همچنین دانشجویان محترم. خدا را شاکر هستیم از اینکه چنین فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما بزرگواران باشیم، تا بتوانیم گامی هرچند کوچک در طریق کسب معرفت برداشته باشیم. امیدوارم که این قبیل جلسات مستاقی از آیه شریفه که می‌فرماید یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. در ابتدای جلسه جا داره تقدیر و تشکر ویژه‌ای بکنم از برگزار کنندگان این همایش، این گفتگوی علمی، جهاد دانشجویی، بسیج دانشجویی و همچنین انجمن علمی ماهات. همونطور که قبلا اطلاع رسانی شد و در بنر و پوسترهای تبلیغاتی ما براتون تعریف کردیم عنوان این جلسه رو، قراره که در این گفتگوی علمی بپردازیم به بازخوانی نظریه حجاب حداقلی. همونطور که شما مستحضر هستید در بحث پوشش و در بحث حجاب، در اندیشه دینی نسبت به اصل وجوب حجاب اختلاف نظری وجود ندارد، اتفاق آرا است. اما نسبت به حدود و محدوده‌ای که لازم است این پوشش رعایت بشه اختلافاتی وجود دارد. شاید این طیف اختلافات رو حالا بر اساس اون تعبیر ذوقی که من خودم داشتم بتونیم از پوشش حد اکثری تا پوشش حد اقلی اون رو عنوان کنیم. نظرات مختلفی در این باره وجود داره. به عنوان مثال اون پوشش حد اکثری که در بین آرای فقهی هست صرف و پوشش تمام بدن هست. آرای دوم و رأی دومی که وجود داره پوشش تمام بدن به استثنای صورت است. نظر سومی که در این باره در کتب فقهی و در آثار فقها دیده میشه پوشش تمام بدن به جز وجه و کفین. نظر دیگری که در کنار این نظرات مشاهده میشه پوشش تمام بدن به جز وجه و کفین و قدمه. حالا یک اختلاف نظری باز خود در تعریف خود کفین و قدمه وجود داره. برخی معتقدن مثلا از بوزک پا تا انگشتان، برخی معتقدن از مچ پا. از این اختلاف نظری پوشش ما فاکتور میگیریم. نظر دیگری که در کنار این نظرات وجود داره و بیشتر شاید بدون اون رو منصوب کنیم به نظریه پردازان معاصر خودمون مثل آیه کلیبر، ایشون معتقدن که پوشش لازمی که برای زن در این زمینه وجود داره پوشش گردن به پایین تا زانو و همچنین بازوان. یعنی ایشون معتقدن که محدوده سر، موی سر از نظر حکم اولیه حجاب نیازی به پوشش ندارد. این آرا در میان معاصرین ما طرفدارانی هم داره. البته تمام این نظرات که من خدمت شما بزرگواران مطرح کردم شاید بتوانیم بگویم اون نظر سوم، یعنی پوشش تمام بدن به جز وجه و کفین، این نظر مشهور است. حالا ما در فقه معمولا میگیم اون آرایی که در مقابل نظر مشهور وجود داره نظر شاذ و نادر تعبیر میشه، گرچه نه شهرت رو میتوان دلیل بر صحت و اتقان دانست و نه قدرت را دلیل بر ضعف و وهن. ما بسیاری از آرای فقهی داریم که در مقطعی شاذ و نادر بودن اما به مرور زمان به نظریه مشهور تبدیل شدن. مصادیق مختلفی داره، از جمله مثلا در بحث نجاست و ماربه آب چاه گفته شده است که آب چاه نظر مشهوری بود تا قبل از زمان علامه، این که وقتی آبشاه مردایی در اون انداخته بشه و ملاقات کنه با مردار، برخورد کنه با مردار، نجس میشود. اما علامه گفتن که حکم به عدم نجاست دادن و بعد از ایشون هم این نظر دیدی نظر مشهور شد. خدمت شما بزرگواران عرض کنم که ما در این جلسه قرار صرفا در مورد حدود شرعی حجاب به گفتگو بپردازیم. میپذیریم که مسائلی دیگر در زمینه حجاب مطرح شده و میشود که شاید نه سریع‌تر بخوام تعبیر کنم قطعاً اون مسائل هم در بحث حجاب مهمه، مثل مباحث اجبار و الزام، مباحث جوانشناسی، مباحث جامعه شناسی. اما اون چیزی که در این جلسه در این تایم کوتاهی که ما در خدمت شما
اهل علم هستیم، صرفاً می‌خوایم به تعدیل حدود شرعی حجاب، اون هم از طریق ابزارهای سنتی به روش درون متنی بپردازیم. این از این جهت خدمت شما عرض کردم که ما جزء برنامه‌مون در ادامه برنامه مشارکت شما عزیزان هم در این گفتگو هست. لذا خواهشمندم در اون تایمی که به شما بزرگوانان اختصاص میدیم و همچنین به اساتید عزیز خازانه ازتون خواهش میکنم که لطفاً ناظر به موضوع این جلسه گفتگو بشه، نه خارج از. میپذیریم که شاید خیلی از مسائل مطروح و مطرح شده در بحث حجاب خیلی وقتا با هم در ارتباطه، اما ما اختصاصاً به خاطر ضیق وقت این وقتمون رو اختصاص دادیم به بحث محدوده حجاب شرعی، اون هم از طریق ادله نقلی و عقلی که وجود داره. یک بحث کوچیک هم در مورد سینه برنامه خدمتتون میگم. ما در ابتدا در خدمت دو استاد بزرگوار جناب آقای دورکاشتن نویسنده کتاب حجاب شرعی در اصل پیامبر و پژوهشگر قرآنی و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر وطن‌دوز عضو هیئت امیر دانشگاه فردوسی مشهد هستید و هر یک از بزرگواران در ابتدا در حد 20 دقیقه وقت میدید تبادل نظری صورت بگیره اگر احیانا تضارب و آرایی شاید ما مشاهده کنیم و بعد از این دوباره این مناظره برمیگرده و دو تا 20 دقیقه دیگه به اساتید اختصاص میدهیم. اما این اجازه رو به ما بدید بر اساس اقتضای جلسه و اون فضایی که ما مشاهده میکنیم در دو تا تایم 20 دقیقه دوم یکم این انصاف و این امکان برای ما وجود داشته باشه، شاید این دو تا 20 دقیقه رو تبدیل کنیم به دو تا 10 دقیقه مشارکت شما و بعد در خدمت اساتید هستیم. از در همین ابتدا خدمت شما بزرگواران بگیم که حالا این قبیل جلسات مثل اون برنامه های مناظره های تلویزیونی نیست که دیوار و سقفش به تایم و زمان حساس باشه و بسنجه صوت اساتید رو. اگر احیانا کوتاهی در این بحث دیدیم نه حمله بر قصور و نه تقصیر حقیر کنیم بلکه حمله بر نابلدی این جانب کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صورت از بزرگوار و معرفتی لازم رو همه دوستان با سکوت خودشون با مشارکت خودشون در بحث ببرن. در خدمت شما هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از میزبان عجمن و دوستان عزیزی که زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسه و پوزش من رو پیشا پیش بپذیرید، چرا که من با تقریباً حال بسیار نامساعد و به کمک تزریق‌های خیلی سنگین امروز در خدمت شما هستم، این رو بر کمی اطلاعاتم بیفزایید. امیدوارم اما بتوانم آنچه که در ذهن دارم رو تا حدود زیادی با شما سروران در میان بگذارم. بحث پیرامون حدود حجاب شرعی هستش و به تعبیر دیگری حجاب حداقلی.
که حالا شاید این تعبیر حجاب حداقلی عبارت اخرایی باشه برای تعبیر جا افتاده توی فقه که حجاب واجب باشه و فراتر از اون میشه حجاب افضل و حجاب مستحب. البته واجب توضیح بیش از اینی دارد، ولی در این رابطه میتونیم این حجاب حداقلی که البته تعبیر دوستان برگزار کننده بود رو اینطوری توضیح بدیم. در واقع میخواییم که این جلسه در این وقت محدود به صورت فشرده کف مطالبات شرع رو از مؤمنین در حوزه حجاب به دست بیاریم. اون حد اقلی که مؤمنان در اندازه پوشش باید رعایت کنن رو هر یک از دوستان بنده و دوست عزیزمون با شما در میون بذاریم. نظریه منو خب احتمالاً دوستان در جریان هستن و در واقع این جلسه به همون مناسبت برگزار به بهانه انتشار اون کتاب منتشر به اصطلاح برگزار شده. من از ذکر جزئیات مطلب میگذرم، ولی در وسط بحث که کمی جلسه گرم شد یه توضیحات متفاوت کوتاهی درباره اون کتاب میدم. منتها چون الان محور بحث ما کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر نیست، قرار نیست اون کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته، چرا که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر وطن دوستم در این رابطه به اصطلاح مقاله چیزی ارائه نکردن، مدعیات رو ارائه نکردن که من هم بتوانم به نظریه ایشون بپردازم. بنابراین موضوع جلسه آن چیزی که در این وقت‌های تنظیم شده از سوی هر یک از طرفین مطرح میشه و در رابطه با اون قرار است یک گفتگویی هم البته انشاءالله چالشی صورت بگیره. من میخوام به بیان دیگه‌ای برخی از اون مطالب موجود توی کتاب حجاب شرعی دست پیامبر رو با شما در میان بگذارم. حجاب فراتر از حد اقل، حالا هر چه که باشد، اون سه تا تعریفی که مجری عزیز به بهترین بیان ارائه کردن و من آرزو می کردم کاش جلسه به وسیله ایشون تا آخر ادامه پیدا بکنه، خیلی روان و منسجم توضیح می دادن. حجاب فراتر از حد اقل، یعنی اون سه تعریفی که ایشون در ابتدا کردن، اگر قرار باشه که اون مبنا قرار بگیره، من میخوام بگم اون حجاب یا مربوط به شرایط به کلی متفاوت عصر پیامبره یا حاصل بدفهمی از متن هستش، و هم این که با یه توضیحی که اگر شد توی وقت دومم عرض میکنم، به دلیل واقعیات موجود در اجتماع عصر پیامبر و در دوران حکومت پیامبر اون سه نظر عملا قابل دفاع نیست. دوستان در تمام این مدت توجه داشته باشن ما داریم درباره حجاب حداقل صحبت میکنیم، و اون حجاب حداقل خب ممکنه توی جامعه وجود داشته باشه، اما انتظار نداریم که دانشجویان رشته الهیات مقید به اون حداقل بشن. خب ما یه حجاب افضل و مستحب هم داریم، به هر حال گروه های دیگری میتونن فراتر از اون خودشون رو ملبس بکنن. من توضیح هم رو با این عنوان که ما با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه سنتی بیاییم توضیحاتی بدیم که کمی به اون حجاب حداقل نزدیک بشیم، کمی باهاش رابطه برقرار بکنیم، اینقدر اون رو بعید ندونیم. اولین توضیحی که
به ذهنم میرسه کاستن از حساسیت ها و قائل بودن به ارتباط تنگاتنگ میان حجاب و عفافه. اون حجاب حتی اکثری رو در نظر بیارید که به عنوان حجاب رسمی تلقی میشه، ما فکر میکنیم بین اون حجاب حتی اکثری با عفاف یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. اما من با توضیحاتی که الان ارائه میخوام بدم خدمت دوستان عرض بکنم که این رابطه تنگاتنگ کاملا لرزانه. ما باید کمی از حساسیت ها کم بکنیم. چگونه؟ در جامعه عصر پیامبر، در خانه پیامبر، در خانه تک تک امامان ما و در سطح جامعه زنانی وجود داشتند که غیر آزاد بودند، زنانی وجود داشتند که غیر مسلمان بودند و تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کردند که ما به اونها میگیم زنان مملوک. حالا کنیز میگن، من اجازه بدید از تعبیر مملوک استفاده بکنم برای رفع برق حساسیت ها. زنان یا آزاد بودن یا غیر آزاد. زنان غیر آزاد تعدادشون هم خیلی زیاد بود، یکی دوتا نبودش که بگیم یک استثنایی بود، حتی فراوان وجود داشت، به ویژه به خاطر درگیری های پیاپی که در آن عصر وجود داشت. این تعداد زنان غیر آزاد مرتب افزوده هم می شدن. خب این زنان غیر آزاد حجابشون چگونه هست از نظر شرعی؟ هیچ یک از فقهای ما در طول تاریخ حجاب روسری، جورا و آستین بلند برای اونها قائل نبودن. زنان غیر آزاد مسلمان نمازخوان رو دارم میگویم، نه زنان غیر آزاد یه سرزمین دیگه. زنان غیر آزاد مسلمان نمازخوان در زمان پیامبر، اینها می توانستند و بلکه مجبور بودند که روسری نداشته باشند. آنها می توانستند بدون روسری، بدون جوراب و بدون آستین بلند در سطح جامعه تردد بکنند. این زنان غیر آزاد مسلمان نمازخون توی خونه ائمه ما هم حضور داشتن. برخی از اونها منکوهه امامان ما بودن، همبستر می شدن. دیگه چه ارتباطی نزدیکتر از همبستری؟ اونا همبستر می شدند با امامان ما. داریم راجع به زنانی صحبت میکنیم که روسری ندارن، که اگر ما توی خیابون مذهبی یا توی خیابون ببینیم تو دلمون صد تا بد و بیرا بهشون میدیم، ولی اون زن فاقد روسری هم بستر با امامای ما میشده، نمازم میخونده، روزم میگرفته، اگرم بلد بود قرآنم میخوندش. به هر حال حتما یه ویژگی‌هایی داشته که به خانه امام راه یافته، یا امام یک تأثیراتی روی او گذاشته که حالا مسلمان شده و فلان و اینها. ما امروزه توی عتبات آلیات، حتی توی قوم که حضرت معصومه هستش، میگیم که زنا بدون چادر وارد نشن. و توی خونه خود ائمه بدون روسری حاضر بشدن. اینا رو میگم برای کاستن حساسیت ها. بسیاری از ائمه ما همسر منکوهشون زنان غیر آزاد بودن، زنان غیر آزاد فاقد روسری، که بنابر اکثر گزارشات حق نداشتن روسری بپوشن.
برخی گزارشات حتی اقلی هستش که میگه معاف هستن، بعضی هم میگه نه، نه تنها معاف هستن، اصلا اجازه ندارن بپوشن، چون یک تمایز اجتماعی بود. خب وایا ما حق داریم به زنان نمازخوان غیر آزاد در زمان پیامبر، در زمان ائمه، در خانه ائمه که فاقد روسری و جوراب و آستین بلند بودن بگوییم اینها عفاف ندارن، بی عفتن؟ خوشبختانه امروز درجه رشد جامعه خیلی بالا رفته، ولی اگر 30-40 سال پیش دوستانی که سنشون میرسه 40-50 سال به ویژه قبل از انقلاب بدتر بود، بعد از انقلاب خیلی بهتر شده. پیش از انقلاب اصلا افراد مذهبی کسی رو که چادری نبود و یا اگر روسری نداشت به چشم آدم به زن خیابونی و بد و گناهکار نگاه میکردن. آیا ما اجازه داریم به زنان حاضر در خانه ائمه که برخیشون حتی همخوابگی با ائمه داشتن اونها رو بی عفت و خیابانی بدانیم؟ آنانی که اجازه نداشتن حتی روسری سرشون بکنن، حق و جورابم میتونستن نپوشن، آستینشون هم کوتاه باشه. پس من اینها رو میگم برای کاستن از حساسیت های بیموردی که تو ذهن و روان ما مذهبی ها رو خیلی به خودش مشغول کرده. برخی از اون زنان مملوکه غیر آزاد، حالا یا کنیز، مادر امامان ما شدن. مادر بسیاری از امامان ما همون کنیزان سربرهنه هستن، همون کنیزان سربرهنه ای که اگه ما توی خیابون ببینیم انگار 4 تا انقلاب باید بابت وجود و حضورشون به پا به راه بیاندازیم. این زنان تردد کننده در سطح اجتماع و در خانه ائمه خود گواه گویایی است بر اینکه ارتباط وثیقی، ارتباط تنگاتنگی حداقل در زمان پیامبر بین حجاب حداکثری با عفاف برقرار نبوده. چه بسیار اوقات میشد که امامان ما میرفتن بیرون، یکی دو تا از اون زنان غیر آزاد هم همراهش بودن، بیان بازار چیز بخرن، جنسا رو کمک کنند و برگردن خونه. یعنی امام ما دوشادوش یک زن فاقد روسری و جوراب آستین بلند حرکت می کرده. حالا ما همه فشار رو گذاشتیم بر روی زنان آزاد و اون بخش متمایز از حیث حجابشون نسبت به زنان غیر آزاد و اون رو یک حکم کاملا مرتبط با عفاف و 100% تشریعی برای همه زمانها و مکانها در نظر می‌گیریم. دیگر از نکاتی که باید توجه داشته باشیم، ما داریم اینا رو، من این سه مطلبی رو که ابتدا عرض کردم یک به یک دارم میگم، برای کاستن از به اصطلاح غریب بودن این نظریه حجاب حداقلی که مطرح شده، نمیخوام با این اثبات بکنم، صرفا غریب بودنش و عجیب بودنش رو میخوام در بیارم و نه اینکه الان نسخه بخوام بپیچم که چه و چه. ما امروزمون با 10 سال پیشمون تفاوت کرده. اجازه بدید بحث رو ببرم روی نکته دوم.
برای کاستن از اون حساسیت ها. تأثیر باب حتی اگر بپذیریم، اگر زنان غیر آزاد و ذمی تحت حکومت اسلامی رو حذف کنیم از زمان پیامبر، فقط بماند زنان آزاد که بگیم که آقا اونا چه و چه بودن، اگر با این فرض جلو بریم و قائل باشیم که رأی سنتی در مورد اون زنان درسته، یعنی اون زنان رو یا قائل به پرده نشینی بدونیم یا اینکه نهایتاً حجاب تقریبا نزدیک به 100%، حالا با تقسیم بندی که دوستمون ارائه کردن، حتی اونایی هم که میگن مثلا وجه یا وجه و کفین استثناء بشه، اونا هم اولا میدونن، بهتر میدونن که اون هم پوشیده بشه. ما فرض بکنیم رأی فقهای سنتیمون درباره حجاب حد اکثری زنان درسته، ما میتونیم قبول کنیم و بپذیریم و توضیح بدیم که این حجاب متعلق به شرایط حاکم بر آن روزگار بوده، شرایط اخلاقی و رفاهی آن دوران بوده. چگونه؟ ما البته من این تعریف از حجاب رو قبول ندارم، من قبول ندارم که زمان پیامبر یا حتی ائمه این میزان حجابی که بعدن فقهای سنتی ما توی کتاباشون نوشتن که یا قائل به پرده نشینی 100% هستن یا حالا اضطراراً بیرون رفتن با به اصطلاح نمایان بودن وجه و کفین و اینها، ولی حالا داریم با همین مبنا جلو میریم. من میخوام بگم این حجاب اگر هم درست باشه مربوط به واقعیات اون موقع. چگونه؟ حجاب مردان، حجاب حد اقلی مردان توی فقه ما، خب همتون خوشبختانه الهیاتی هستید، حالا شاید از دیگر دانشکده ها هم اومده باشن، تقریبا دوستان اطلاع دارن. حجاب حد اقلی مردان توی متون فقهی به ویژه فقهای ما، فقهای ماشیعیان، عبارت است از صرف عورتین، یعنی دقیقاً شرمگاه جلو و شرمگاه عقب، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. البته اقلیتی هم از فقهای ما میگن که مثلا از کمر تا وسط زانو یا تا زانو، ولی اکثریت میان صرف عورته. اگر بپذیریم که این رأی برخواسته از احکامی است که از صدر اسلام توسط پیامبران و در پیش ائمه به ما رسیده، اگر بپذیریم برخواسته از اونه، در این صورت باید پیگیری کنیم که چرا این حکم صادر شده. امروز ما اینو نمیپذیریم، ما نمیپذیریم که حجاب حداقلی مرد مسلمان نمازخون روزه بگیر عبارت از صرفش عورتینش باشه، شرمگاه جلو عقب. هیچ یک از اعضای عزیزان حاضر در جلسه نمیپذیرن. یعنی چی؟ این خیلی کمه. میگه بابا فقهای ما از روی شهر گفتن. خب گفته باشن، خیلی کمه، نمیتونیم بپذیریم. به ویژه خانوما نمیتونن بپذیرن، خیلی کم هستش. میگیم که این مربوط به واقعیات اون موقع است. اون موقع مردم عادت به برهنگی داشتن، برهنگی امری رایج و غیر قبیح بود در میان آنها. پیامبر به عمو میگوید و عباس عمویش، حالا توی روایت عمو برهنه را نرو. حالا کسی از
بلا تشبیه فقهای تراز اول ما پیدا میشه به مثلا مردم مکلفین بگوید برهنه راه نرو، واقعیت نداره. زمینه ای برای این طرح این مسئله، ولی اون موقع بوده. توضیح حالا توی کتاب دادم که البسه نادوخته و با پارچه خودشون رو میپوشونن، خیلی هم اهمیتی برای حجاب قائل نبودن. حجاب با اون ویژگی ها و عللی که امروز در ذهن ما نقش بسته اون موقع وجود نداشت. در نتیجه امری عادی بود. فرد داشت یه کالای یه سنگی چیزی حمل میکرد، وسط راه این لنگ شل شد افتاد پایین. پیامبر صداش زد، گفتش که برهنه راه نرو، سنگ تو بزن زمین، ببند این لنگ و دوباره راه بیفت. ببینید امروزه این چیزا نیستش. اگر پس حد حجاب حد اقلی بسیار ناچیز در مورد مردان مطرح شده، به دلیل وجود این پیشینه در تاریخ هستش. محدودیت ها، نداشتن انگیزه، عادت به برهنه بودن، نهایت اسلام از اونها خواسته چی؟ گفته که دامنتون رو بپوشونید. تشکر، من 20 دقیقه هم تموم شد. بسیار خوب. پس من در مورد تغییراتی لزوم نگاه متفاوت به حکم حجاب حداقلی زنان در عصر پیامبر با الان توضیحاتم رو در بخش دوم میدم، به علاوه بازخوانی آیات که تقدیم خواهم کرد. در این بخش من اجازه دارم برخی پرسش‌ها رو مطرح بکنم. ان شاءالله در تایمی که برمیگردیم سیدا ما در خدمتتون هستیم. بله بسیار. سپاسگزارم از جناب آقای ترکاشفن. در همین ابتدا خواهش می‌کنم از هر دو بزرگوار اگر احیانا در بین صحبت‌هاشون به حدیثی، روایتی و گزارشی استناد می‌کنن، لطفاً اون منبع رو هم بفرمایند تا شنوندگان با روش استنباطی و فضای تحقیقی هر دو بزرگوار بیشتر آشنا بشن. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و محمد و آل الطاهرین. ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای ترکاشفن پژوهشگر محترم و همه حضار دانشجویان و اساتید محترمی که در این جلسه شرف و حضور رساندند، یک نکته خیلی نمیخوام مقدمات را زیاد کنم که وقت کم است و اصل مباحث را بگم. اولا موضوع مناظره ما بازخوانی نظریه حجاب حداقلی است. اینکه آقای ترکاشفن جزو نظریه پردازان در این عرصه هستند و تنها نوشته مبسوط و مکتوب از ایشان به دست ما رسیده و ادعاهای نظریه به همراه دلایلش در آن نوشته است، اقتضا می‌کند که بپردازیم به ادعاهای اون نظریه در نوشته مکتوب به همراه دلایل. لذا هرچه غیر از این باشد خروج از موضوع مناظره خواهد بود. این یکی که فرمودن نمیخوایم کتاب رو نقد کنیم، عنوان کتاب نیست، عنوان ادعاهای قائلان نظریه حجاب حداقلی است که عمده ادله در اون کتاب آمده که در ضمن فرمایشاتشون خودشون اشاره کردن. کار ما راحت کرد. این یک. دو، مسئله بعدی محور مباحثشون رو اشاره میکنم سریع که برم با ادله دیگه ادعاها رو بگم نقداشم خدمتتون عرض کنم. این که ما بیاییم در اثبات محدوده حجاب شرعی صرفاً به حجاب کنیز استناد بکنیم در اون عصر، چون همه میدانید که مسئله عبد و کنیز فی زمان ناهازا منسوخ شده، لذا استناد به محدوده حجاب شرعی در زمان ما با آنچه که منسوخ شده از نظر علمی و فقاهتی صحیح نیست. بر فرض هم کسی استناد کنه، سوال میپرسیم، خودشون فرمودن، گفت فرمودن که یه حجاب کنیز داشتیم یه حجاب زن آزاد. خودشون تصریح کردن که زنان آزاد حجاب داشتند، روسری داشتند،
زنان کنیز روسری نداشتن. درسته یا من؟ پس ما با دو تا موضوع در ارتباطیم. یک، زنان کنیز، این موضوع اول. دو، زنان آزاد، موضوع دوم. همه اهل فضلید میدانید در مباحث فقهی تعدد موضوعات، تعدد احکام را به دنبال دارد. فرق است بین این که زن آزاد با حجاب است یا بی حجاب است و حجابش اندازه دارد، با زن کنیز آیا با حجاب است یا بی حجاب. بی حجاب به معنای برداشتن روسری یا دقیقاً بحثان گمشه بینا. آیا از حیث فقهی کسی میتواند حکمی که مختص زنان کنیز هست رو موضوع حکم متفاوته بیاد در مورد زنان آزاد که موضوع دیگری است مطرح کنه؟ خب چرا برعکس عمل نمی کنید؟ خودتون تصریح کردید که در زنان آزاد روسری بود، حجاب بود. چرا از اون استفاده نمی کنید برای اینکه محدوده حجاب شرعی رو تعیین کنید؟ دقت میکنید چی میگم؟ و وقتی موضوع متعدد باشه متعددن. به تعبیر برخی از ادبا، با اوشه یجور و با اونا لا یجور و ما از زن آزاد استفاده میکنیم. مخصوصاً که الان در زمان ما داستان زنان کنیز نیست، زنان چیه؟ آزاد است. پس در زمان ما باید به یه استناد کنید. به کرات و مرات فرمودن که کنیزها نزد ائمه حجاب نداشتن. مگر نخواندی قرآن را و فقه را، اولیات فقه را عامل محرمیت یا عقد است یا کنیز بودن؟ کتی که کنیز دیگری باشد صرف کنیز بودن سببش می شود؟ محرمیت می شود. بعد وقتی که سبب محرمیت شد، خب امام میشه همسر کنیز. خب معلومه که روسری برمی داره. تصریح کردن در خانه و فلانده یادتون هست دیگه، در خانه اینجوری یا آنجوری تصریح کردن. عبارت رو چند بار فرمودن همسر منکوهه. درسته یا نه؟ همسر هست دیگه، چه اشکالی داره؟ اشاره کردن به روایاتی که میگن کنیز رو چند دسته روایت داریم در باب کنیز. در یک دسته روایات داریم که میگن کنیزان حجاب نباید داشته باشن و حتی نهی شده از حجاب کنیز، گفتن اگر کنیز حجاب روسری بر سر کرد بزنیدش. با این تعلیل که فرقی باید باشه بین کنیز آزاد و فرقی. خب یه دسته روایات. یه دسته دیگر روایات داریم که حجاب رو من نکرده از کنیز، آمده گفته که کنیز مختار است که حجاب داشته باشد یا نداشته باشد. خب شما به عنوان پژوهشگر، فقها وقتی با این دو دسته روایات برخورد میکنن، بعضیاشون اینجوری حل میکنن قضیه را. روایاتی را که در آنها کنیز به من از روسری شده گفتن زده بشه، حمله بر تقیه میکنند. داریم یا نداریم در فقه؟ خب شما به عنوان پژوهشگر اول باید اون را حل میشوند. چجور شما حل میکنید؟ با یه دست روایات رو ببینید، دسته دیگر رو نبینید، این تعارض رو زیر سبیلی رفت کنید. چهار کنیم اینا رو؟ در علم و دانش و اصول فقه اساتید هستن. ما یه بابی داریم، باب تعادل و تراجی. اگر دو دست روایات با هم تعارض داشته باشن باید چیکار کرد؟ این ادله بحثه. اگر غیر از این روش علمی شما بحث کنید، ما بهش میگیم ادعای بدون دلیل. فرمودن مادر امامان کنیز سربرهنه بودند. خب مادر امام اول می شود همسر پدر امام، بعد می شود سربرهنه. ایرادی داره؟ یک. دو، مگر در فقه نخوانده‌اید کنیز اگر ام ولد بشه حجاب واجب میشه براش؟ داریم یا نداریم؟ بله. کنیز اگر ام ولد، یعنی اگر کسی کنیزی داشته باشد، تا زمانی که از آن کنیز صاحب فرزند نشده کنیز در حجاب مختار است. وقتی از آن کنیز صاحب فرزند شد حجاب بر کنیز واجب می شود. این رو در اصطلاح فقهی میگن کنیز و ام ولد. این جز ابتداییات فقه. اجازه بدین در تایم بخونم. چون تو خونه تاکید داشتن من اون بخشش رو میگم. تصریح کردن در خونه حجاب از سرشون برداشته شد. اینا داشتیم دیگر نوشتن برمیش. همسر من کوهه کنار. او بله. اینم فرمودم. اینم میپذیریم. دقت کنید. میپذیریم که اون اندازه حجابی که مال زنان آزاد بود برای زنان کنیز واجب نبود. این هم جز ابتداییات تاریخ است. کسی تو این بحثی ندارد. این هم کسی میکنه نگاه کنه ها. بحث کردیم که شما چرا از اون استفاده میکنیم محدوده حجاب شرعی را و از زنان آزاد استفاده کنیم؟ مخصوصا که ما امروز یک کنیز نداریم که شما میخواید امروزه نتیجه بگیرید برای زمان را حاضر برای زمان امروز ما. ببخشید دلیلش هم میشه بگیم چرا اگه حجاب یه فایده‌ای داره
اجازه بدین در بخش سوالات پاسخ رو بذارید نیم ساعت آخر. اینجوری تصمیم گرفتیم با آقای ترکاشان. خب بحث وقتی میخواید حجاب رو مطرح کنید، حجاب حداقلی رو نزنید به حجاب حداقلی مردان، دو موضوع مستقل دست در جای خود باید بحث بشه. موضوعی است که نیاز به مناظره مستقلی دارد که حجاب حداقلی مردان تا چند اندازه است. حاشیه نریم که از بحث دور نشویم. خب برگردیم بحث بس. خودشون تصریح کردن ببینید نظریه حجاب حداقلی یک ادعا دارد و چند دلیل به دور خودشون فرمودن اینا بر این باورن که از زیر گردن اسیمه تا زانوها واجبه که بر زانو پوشیده باشد، فراتر از این واجب نیست. دلایلی که اقامه میکنن چیه؟ دست دلایل مختلفی است. روح دلایل نظریه حجاب حداقلی بر پایه یک سری برداشت‌های تاریخی صورت گرفته که من این عبارت گفتم مثلا برهنگی امری رایج بود. حالا اینا همه داست داره اثبات که دلیل نشه. حالا من دلایلم خودم خواهم گفت ندارم خواهم که اگر این ادعا که برهنگی در زمان پیامبر امری رایج بود زیر سوال برود و نقد بشود، بنیان همه ادله دیگه برداشتایی که تحمیل بر آیات حجاب شده تو سوره نور و سوره احزاب و برداشتی که تحمیل بر دیدگاه فقها شده از اساس فرو می‌ریزد. لذا ما می‌پردازیم به دلایل، به ادعاها، دلایل و نقد دلایل. نقدم که می‌کنم تک به تک اسم کتاب و جلد و شصفش رو براتون خواهم گفت. تو فرق بودن که منابع گفته بشه از این هست. من استدعا میکنم متوجه شدم فرمایش شما را متوجه شدم توضیح خواهیم داد. از دوستان خواهشمندم بزرگواران که صحبت میکردن در حد امکان همکاری بکنیم تا بتونیم خروجی بهتری داشته باشیم. میدونیم که در حین صحبت هر دو بزرگوار در ذهن تک تک شما ده ها سوال و ابهام براتون ایجاد میشه. اگر بنا باشه هر کسی بدون اجازه صحبت بکنه جلسه از کنترل ما خارج میشه و اون خروجی که مورد نظر ما حاصل میشه. حالتان سر سلام میشه. این عبارات ادعا رو میکنن بعد وارد ادله بشیم ببینیم میخوایم این اثبات کنیم نه تنها برهنگی امری رایج نبود در زمان پیامبر بلکه بلکه پوشش امر رایج بود. میخوایم این اثباتش کنیم. این عبارات رو نگاه کنید. این عبارات ایشان برای پوشاندن اندام اعراب زمان پیامبر، زمان جاهلیت، زمان خود پیامبر، برای پوشاندن اندام از یکی دو قطعه پارچه ناخدوده نادوخته که به ازار و لنگ یا ردا و دوشی نوشتن مشهوراً استفاده میکردن و در واقع ستر اندام به وسیله پارچه صورت میگرفت نه لباس، پس هم تعداد جامعه که مورد استفاده قرار میدادن کم بود و هم علاوه بر آن نادوخته بود. پوشیدگی بنابراین دقیق و کامل هر دو مخدوش بود زیرا با جامعه های نادوخته نمیتوان انتظار دقت یا اندک بودن و با اندک بودن تعداد نمیتوان توقع پوشش کامل را داشت و به دلیل همین محدودیت ها دقت کنید جمله رو، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط میتوانست از آنها بخواهد که به رهن راه نروند یا مراقب استتار شرمگاهشان باشند زیرا گاه میشد که ازار و ردا از بدنشان جدا میشد یا بسیار پیش میامد که مراقبتی از بروز عورت نمیکردند. خب میخواییم بشه بفردازیم عدلهی که این ادعا را از اساس فرو میریزن. نمیدونم چرا جناب آقای ترکاشون به عنوان یک پژوهشگری که در حوزه تاریخ قلم زده اند به اشعار جاهلی زمان پیامبر و زمان جاهلیت اصلا نپرداختن. همه میدانند اشعار جاهلی یا اشعار در یک زمان خاص یکی از منابعی است که میتواند فرهنگ، آداب و رسوم را نشان بدهد. میگید من یک نگاه اجمالی به کتب تاریخی بکنید. اشعار جاهلی چند تا از این اشعار رو من میکنم ترجمه میکنم ببینید اصل بر پوشش است یا اصل بر برهنگی. همه اهل فرض است. اولا من این ادعا را مطرح کنم از طرف این نظریه پردازان که یکی از دلایل این بزرگواران برای اینکه برهنگی رایج بود طواف عریان. از اینجا بزنید بپردازم بعد دارم طواف عریان. جالب اینه دو تا کتاب داریم جزء کتاب‌های معتبر تاریخی محسوب میشه چون میدونید ملاک در اعتبار کتب تاریخی تقدم زمانه به اصل چی؟ مثلا پیامبر. یک کتاب اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار مال ازرقی است.
یک کتاب مال ابن هشام سیری ابن هشام، کتاب اینه مهماش. تو اون دو کتاب آمدن توضیح دادند اون تباق اوریانی که رخ داد بدعتی بود که قریش ایجاد کرد بعد از جریان حمله ابرهه به کعبه. این داستان که پیش آمد اینا شکست خوردن، قریش آمدن گفتن پس ما قوم برتریم، باید برای کسایی که وارد مکه میشن قانون وضع کنیم. اهداف اقتصادی هم دنبال میکردن. اینا روح سخن اون کتاب هست دارم میگه. و البته کتاب دکتر جواد علی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام که یکی از کتاب های بسیار معتبره، کتاب های دکتر جواد علی، اینا خلاصه ای اونه که متنش هم هست. حالا میتونن دوستان بیارن پایین تر هم ببینن، بیاریم پایین تر سفر رو اینا رو گذاشته که کجا ملت کجا هم بیا 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 پایین آخرش همینجه برو بارو برو برو بارو آه اشتران نداریم. حالا بعدا به اتیار دوستان قرار کنیم بگیم، همه 50 سال مستند بریم. این بدعت ایجاد کردن، اینا گفتن که با ما باید بیم یک قوانین اقتصادی رو وضع کنیم برای اینکه بعد این هر کسی که غیر اهل مکه است میگفتن اهل حمص، حمص میگفتن مکیه، اینا یا اینجا که میان در طواف کرده یا باید اوریان با لباس خودشون اجازه ندارن طواف کنن، پس یا باید اوریان طواف کنن یا اگر میخوان پوشش داشته باشن باید از لباسهای اهل حمص اهل مکه استفاده بکنن. کارشون صرفی اقتصادی داشتیم. و جالب اینه که وقتی هم در این لباس اینها چی میکردن طواف میکردن که حتی پوشیدن اون لباس هم نداشتن، یه بار پول میدادن آریه میگرفتن از قریش تا اجازه طواف پیدا میکردن. خلاصه طواف اوریان رو بخوام براتون بگم، بیاییم پایین تر در بررسی طواف اوریان صفحه 3 چند تا نکته است که از این من منابعش هم نوشتم، میتونن آقای ترکاشان مراجعه کنن. چند تا نکته اهمیت چشمگیری داره که اینا رو نوشتم. یک، کسی که قادر بود به واسطه دوست، خویشاوند و غیره لباسی از اهل مکه بگیرد دیگر لزومی نداشت به رهن طواف کند، یعنی اصل بر طواف برهنه نبود. است ابن هشام سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 181 تا 188 از رقی اخبار مکه جلد 1 صفحه 141 تا 145 مفصل برداشتن به این مسئله. دو، اهل مکه طواف اوریان را در شمار مناسک حج ایجاد کردن و بدان رنگ و بوی دینی دادن، ولی از آنجا که این مسئله با حیا و عفت فطری سازگار نبود زنان فقیر شبه ها طواف میکردن. و اگر رایج بود که دیگه خب به تعبیر خودشون دارن ها که اصلا قبی نداشت و اگه قبی نداشت یا علی مدد دیگه هم روز طواف کنید، شما چه لزومی هست بیشن طواف کنید. کتاب ابن هشام بازم هم منبع. سه، هر کس یک بار به صورت اوریان طواف میکرد دیگر نیازی نبود که برای دفعات بعد نیز اوریان شود. ابن هشام هم داره، از رقی هم داره در کتاب خودش. یعنی چی؟ یعنی اصل بر پوشش بود الا ما خرج به دلیل. یکی از دلایلی که بر طواف اوریان استناد میشه طواف زباعه دختر عامره. این زباعه نمیدونم چرا ایشون نقل ابن عباس رو ندیدند. نقل ابن عباس در کتاب الاصابت و فی تمیز صحابه ابن حجر عسقلانی. خوب بله؟ چرا ندیدن؟ ایشون از ابن عباس دارم کدام نقل کردن که زباعه از زنان زیبای مکه بود، به ازدواج پیرمردی در آمد. یک بنده خدا دیگه رو مفصل اسم رو نمیخوام ببرم، برگشت بهش گفت که برگشتن به گفتم شما که مثلا زن به زیبایش رو به ازدواج و پیرمرد در آمدید، خب یه با من ازدواج کن. اون پیرمرد رفت این دختری زباعه که اسم اون دختر است رفت به یک پیرمرده بکنی به همسرش، گفت من میخوام طلاق بگیرم. پیرمرده این نقل ابن عباس رو خلاصه میگم، پیرمرده برگشت بهش گفت که اشکال نداره، شرطش اینه که شما بیاید طواف اوریان انجام بدید. جالب ایشون تو این کتاب از این بیتی که زباعه خوانده است استفاده میکنه که دقت کنید استفاده میکنه که طواف اوریان امر رایجی بوده، لذا برهنگی هم امر رایجی بوده. حالا ببینید اگه استفاده میشه برعکسه. در نقل هست که بعد اون زباعه وقتی میخواست طواف کنه با خودش این بیت را میخواند: الیوم الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا منه فلا احله. جالب اینه اون شخصی که بنا بود بعدا یعنی همسر جدید زباعه بشه گفت برای اینکه زباعه طواف اوریان بکنه مکدور کعبه رو خالی کنید، فقط کودکان نابالغی که نمیفهمیدن بعضی مسائل را خوب و بد تشخیص بدن باشن. یعنی چی؟ یعنی چی هم؟ یعنی که
اصل در پوشش بوده نه اصل در توافریان. خب اگر اصل در توافریان بود چرا در مصرع دوم میگه و ما بدا منه فلا اوملو، آنچه که از شرمگاه من آشکار میشود بر کسی دیدنش را حلال نمیدانم. خب اگر توافریان رایج بود که نباید حرفو میزد. و جالب این که ابن هشام مسجد الحرام رو خالی از افراد کرد، خالی از افراد کرد. اون رایج باشه که نیازی نیست مسجد الحرام خالی بشه از افراد. به هنگام مصیبتی اشعاری داریم جالبه، شعرهای جاهلی مثل محلحل شاعر جاهلی یه اشعاری دارد ویژگی زنان مصیبت دیده رو داره تشریح میکنه و تو اون ابیات نشان میدهد که این زنان پیش از اینکه مصیبت ببینن پوشش کامل داشتن، ولی در این مصیبت نقاب از رخ میفکندن و پوشش رو میذاشتن. که عبارات رو کنید بیتو اذا تشاء رأيت وجها واضحا و ذراع باكية عليها برنس بقى عليك ولست هدائي محرة تأسى عليك بعمرة و تنفس تنفس من به ضرورت شدید تنفس مده. ترجمه شو نگاه کنید، یعنی در هنگام عزاداری است که صورت آشکار و ساعد دست زنی گریان را که برنسی برنس به لباسی گفتن که کلاهی بدان متصل است برنسی به تن دارد مشاهده میکنید بر تو گریه میکند و من ملامت نمیکنم زن آزاد شریفی را که بدین حالت و با گریه بر تو عزاداری. میگه زن در این هنگام صورت آشکار و ساعد دست زن گریان رو مشاهده میکنه، پیش از این مشاهده نمیکردی. از او سریعتر ربیعه ابن زیاد شاعر عصر جاهلیت که ابیات شنوا کنید در توصیف مرگ مالک ابن زهیر بزرگ قبیلش بوده. کان مسرورن به مقدل مالکه فلیعت نسبتنا به نصف نهاره قد کن یخبعن الوجوه تسطرا و اليوم هین بدون للنظاره یجد النساء حواصلا یندبنه یزبن اوجههن بالاحجاره. ترجمه: هر کسی به کشته شدن مالک خوشونده است در روز نزد زنان قبیله ما بیاید و ببیند که زنانی که قبلا صورت خود را میپوشاند. دقت کنید عبارت رو: قد کن یخبعن الوجوه تسطرا، میپوشاندن صورت خود را تسطر سیاست دارد و همه میدانند. بعد اینها امروز از شد ولیومه هینه بدونه بدونه سیئات و معاملو بعد اینهای اعمالشان آشکارانشی آشکار بدارن تو اصطلاح کلامیستی همه میدانند. آف امروز آشکار میشود چهره های اینها لنظر در مناظر عمومی. به تصریح دیگه از این نصیبه رو ما داریم. من موارد مثل که نمیخوام بکنم وقت جلسه گرفته بشه، در موارد دیگه ترس از اثاره است. تو شاعران توصیف کردن همش هست. شماره سوم آوردن گفتن که زنان وقتی که از جنگ رخ میداد اینا از ترس این که به اثاره گرفته بشن میدویدن و حجاب و نقاب و خمار و مغنره و قناع و این خرده از توشه اینها از اینها افمی افتاد و تشه حجاب میشد. یعنی چی؟ یعنی پیش از این حجاب داشتند. هم موارد مثل به هنگام وحشات اضطراب همچنین به هنگام خودارایی و خودنمایی همه ابیات دارد و همیشه بگه خوندن دیگه ادامه نخواهم داد. در اختیار دوستان انشاءالله اینا رو قرار میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عرضم به حضورتون که بنامی بود در دور دوم هم دو تا 23 در خدمت اساتید باشیم، ولی حالا برخی از دوستان پیشنهاد دادن برگزار کنندگان که برای اینکه از یک نواختی هم در بیاییم و به برخی از پرسش ها پاسخ بدیم این 23 ابتدا تبدیل بشه به 10 دقیقه، 10 دقیقه در خدمت آقای پروفسور و 10 دقیقه خدمت آقای وطن‌دوست. بعد پرسش هایی که اساتید و دانشجویان دارن ما در خدمتشون هستیم. آقای پروفسور در حد 10 دقیقه در خدمتتون هستیم. یکی این قولتی وجود داشت، حالا برای بعضی هم ابهام بود، بحث نحوه احتجاج شما به بحث عدم پوشش امام کنیزان در جامعه به چه شکلی قلیل میتونین استدلال کنین که این موضوع ارتباط پیدا میکنه به حجاب حد اقلی؟ ممنونم. جناب آقای فرد، ببخشید، اون بحثی مطلوب هست در میخواستم رو بردازن به آیاتی که در اینجا بعدا در پایان میگن وقت تمام بله. پیشنهاد خوبی بود جناب دکتر حیری فهمیدن. حالا ادله قرآنی تفسیری شواهد فقهی که وجود داره من در خدمت هر دو بود. بسیار خوب. اگر
ابتدای قرن حاضر این جلسه برگزار میشد، بدون تردید تمرکز بحث بر روی روسری نبود، بلکه روی روبند پوشیده بود. تا همین 90 سال 100 سال پیش حجاب رسمی و به اصطلاح جا افتاده جامعه اسلامی ایران عبارت از چادر و روبنده بود. فیلماشو دیدید دیگه، همه دیدن حجاب عصر قجری، حجاب متدینین. اساسا زنان غیر از اون حجاب دیگری نداشتن. و اگر این مناظره اون روز برگزار میشد، یکی از طرف ها از روبند و پوشیه دفاع میکردش، دیگری میگفتش والا به حضرت عباس ما متون دینی رو خوندیم، نمیتونیم احراز بکنیم که روبند و پوشیه یک حکم قطعی اسلامی هستش. و طرف قبلی میگفتش نه، این ادله شما برای اثبات لازم نبودن روبند و پوشیه ضعیفه به این دلایل. پس اینطوری بودش، این چیز واضحی هستش. مثال مربوط به کنیزان رو برای استخراج حکم دوست عزیز و ارجمندم برادر مهربونمون آقای دکتر وسندوس که خیلی استقبال گرمی هم ازم کردن در بحث ورود، اون رو جناب آقای دکتر من در مقام استخراج حکم نگفتم، ابتدا عرضیدم برای کاستن حساسیت ها خواستم بگم که ببینید اینا وجود داشته و اون حساسیت های امروزه نسبت به این پدیده وجود نداشته. اینو صرفا در اون راستا گفتم. اون بحث مربوط به همخوابگی ائمه، بله، تملیک مملوک بودن موجب محرمیت که چه ارز کنم موجب به اصطلاح نکاح میشه، اون رو در جریان هستم. منظورم این بود اون زنان غیر آزادی که تا یک ساعت قبل رفته بودن توی بازار خرید برای خونه بکنن که فاقد روسری و جوراب و آستین بلند بودن، می اومدن خرماشون رو می خریدن، حلواشون رو می خریدن، می اومدن توی خونه غذا رو بار می کردن و همون زنان فاقد روسری بیرون می اومدن در بستر امامان ما قرار می گرفتن. منظورم این بود. و اینا بله، خب تملیک موجب محرمیت میشه که واضحه. حتی ام ولد هم می تواند بعد از، یعنی آن زن غیر آزادی که در واقع بچه به دنیا آوردش، او می تواند روسری سرش بکنه، الزام نیستش، او می تواند این اجازه رو می یابد که روسری سرش کنه. روسری یک پوشش تشریفاتی و مخصوص زنان محترم جامعه بود. زنان آزاد محترم بودند، زنان غیر آزاد نامحترم. اون زنان نامحترم وقتی به اصطلاح همخوابه می شدن با مردی آزاد و از بطن آنها مولودی متولد می شد، به احترام این که مادر یک فرزند آزاد شدن، بهشون احترام می داشتن یا حال شما هم می تونید روسری بپوشید. از این بابت بود و می تونستن هم نپوشن البته، ولی به هر حال توجه داشته باشیم این نکته مهم هست. این رو درسته من در مقام کاستن حساسیت گفتم و نه لزوما استخراج خود، ولی همین این خیلی مهم بود. اون مورد مربوط به مردان به نظرم بسیار مهم بود که باید بهش توجه داشته باشیم. باشه، اشکالی نداره، حجاب حداقلی رو اصلا میذاریم کنار، من که گفتم بذاریم کنار. حجاب حداقلی ترکاشوند رو، حالا البته تیتر از دوستان از من، هیچگاه یک بارم حجاب حداقلی به کار نبردم. این حجاب حداقلی که ترکاشوند استخراج کرده تون کتاب 1013 صفحه‌ای میذاریم کلن کنار. و دیگر نوع اندیشانم که در این رابطه مقالاتی نوشتن و تقریبا به نتایج متفاوتی رسیدن، اونها رو میذاریم کنار.
فکر میکنیم اساساً هیچ رأی جدیدی، هیچ استخراج و برداشت و قرائت جدیدی از موضوع حجاب توسط نواندیشان گفته نشده. خدا را شد ما میمونیم رأی سنتی. آیا با این رأی سنتی میشه زندگی کرد؟ خوشبختانه این رأی فقهای سنتی انقدر دور از واقعیته که هیچگاه در طول تاریخ اسلامی فرصت این رو پیدا نکرده که همه احکامش اجرا بشه. انقدر عجیب و غریبه. اگر قرار باشه که همون حجاب سنتی رو ما تن بدیم، باشه بسم الله. الان جمعیت حاضر توی جلسه نمیدونم چقدر هستش، مثلا بگیم 300 نفر، دو سومتون تقریبا خانوم ها هستن، 180-200 نفر از خانوم ها طبق رأی سنتی اساسا نباید توی این جلسه حاضر باشن. برای چی حاضر باشن؟ طبق رأی سنتی زنان حق ندارن تو این جلسه و هیچ جلسه دیگری شرکت بکنن. پرده نشینی جزء لاینفک رأی سنتی مشهور اون حجاب و حجاب وجه و کفین تفسیر اشتباه شده. ببینید حجاب وجه و کفین که امروز بینمون جا افتاده بد برداشت شده. قدما که میگفتن اصل بر پرده نشینی بوده، زن از خونه بیرون نیاد. اگر اضطراراً بیرون آمد، برخیام میگن با روبنده، برخیام میگن جهنم با وجه و کفین نمایان هم میتونن. اون مواد اضطراریه، اصلا زن نباید از خونه بیرون بیاد. اگر از محمد به کلامتون موضوع خوبی رو مطرح کردیم، از همینجا میتونیم نقد بگیریم، وارد ادله فقهی هم میشیم. میتونید یکی دو تا از گزاره های فقها و ادله استنباطیشون رو در همین باره بیان کنید؟ بله، حتی برای یکی از جدیترین مسائلی که زنان مؤمن علاقه دارند اینه که برن نماز جماعت توی مسجد بخونن. زنان حتی میگه مسجد هم نرن، بهترین جا برای نماز خواندن زن قعر خانه است. همه این منابع توی کتاب حجاب شرعی اومده. میگن اعتکاف که سالی یک بار هست، اعتکاف شرکت بکنه، میگه که شرکت کردن زن در اعتکاف اشکال نداره، ولی مقدمش چون خروج از خانه است نه. برای تشییع جنازه بین فقها اختلاف بوده، آیا برای تشییع جنازه عزیزش میتونه بره؟ اختلاف هست که حالا چند سالی بار یکی از عزیزان فوت کنه، بسیاری میگن نه تشییع جنازه نره. پرده نشینی مستند، خب اون هم دلیل براشون دارن. دوستان روایات در این باب زیاده، من ممکنه روایات رو ساختگی بدونم، توی کتاب مشروع توضیح دادم، دوستانی که نخوندن کتاب رو بخونن، رفرنس تا دلتون بخواد راجع به این مسئله داده شده که هیچ چیزی فرو گذاشته نشده. آقای دکتر استفاده میکنم ازتون در مورد یکی از همین روایات، یکی از همین ادله که در مورد این زنان مخدره و پرده نشین بیان شده، یک دلیل نقضی خودتون میشه بفرمایید؟ به چه دلیل اون روایات یا نحوه استنباط رو شما قبول ندارید؟ بله، میرسم توی بخش سوم که بازخانیه، بازخانی هستش، توی اونجا بهش میپرد. ببینید تغییر رو همه پذیرفتن، اصلا نیاز نیست که من الان فشار بیارم به خودم و یه چیز رو اثبات بکنم. من که گفتم 90 سال پیش 100 سال پیش اگر بحث بود سر پوشی و روبند بودش. اشعاری که از اون موقع رسیده، گزارشاتی که از اون دوره به دست ما رسیده، تلاش شعرا، ادبا، نواندیشان دینی اون موقع بر این بود که با این صورت و صورت نمایان بودنش ما دلیلی از شعر نداریم. طرف مقابل نه دلیل نداریم. بی حجاب تو اون موقع به کسی میگفتن که روبند نداشته باشه،
برو روتو بگیر. یه اصطلاحی بود تا همین 20 سال پیش هم به اصطلاح رایج بود، این بازمانده از اون تاریخه، روتو بگیر. اینا وجود داره، اینا رو که ما نمیتونیم انکار بکنیم. تموم شد؟ 10 دقیقه اولتون باز برم گیم 10 دقیقه. خب اینطوری که خیلی مطالب میمونه، من به احترام این مسافت طولانی که طی شده مطالب زیادی گردآوری کردم که بیشتر ازتون بگم... استفاده خواهیم کرد در تایم‌های دیگه. حالا سعی می‌کنیم صحبت کنیم اجازه بدید پس من اگر موافق باشید ظرف 5 دقیقه علت پوشش بسیار غلیظ که برای زنان هم مطرح شده توی فقه اون رو هم بگم. اگر امکانش هست دکترشان، چرا چون آقای وطن دوستم شاید ناظر به صحبت‌های شما و اون جنبندی 5 دقیقه 10 دقیقه شما هم ارائه نظر خودتون و پاسخی به نظرات آقای وطن دوست باشه. وقت دارن هنوز هر دو بزرگوار. من جایی میرم صحبت میکنم معمولا 2-3 ساعت هست. بله اینو در نظر داشته باشید. ما تاشون در خدمت شما هستیم. ما استقبال میکنیم از صحبت ها و اینکه بیشتر استفاده کنیم. در خدمتتون آقای وطن دوست هستیم. دوستان ازتون خواهش میکنم سالای کتبیتون هم به برخی از دوستان که در سالن هستن سالای کتبیتون رو بدید. ازتون خواهش می‌کنم این هیجانات رو کنترل کنید. به هر حال در هر چیزی سلیقه آدما دخیله. میدونم قبول دارم شاید شما شکل دیگه و روش دیگه رو بهتر بپسندید ولی احترام بذارید. ممنونم، تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیم و تشکر از پژوهشگر محترم جناب آقای ترکاشفند. به من شما یک از اشاره هم کردن آقای ترکاشفند. ببینید بس یک باری ادعایی مطرح میشه، دلیل مطرح میشه با هدف اثبات ادعا، بعد میگید نه من منظورم اون نبود. اینا که خدمت شما هستن، شما داشتید اون حرف کاملا درستی فرمودن. ایشون یه بخش ادعاشون این بود که ما خواستیم بگیم اون حساسیت رو حجاب کنیز وجود نداشت. بله، پس الان هم لازم نیست حساسیت باشه، این جای خود. ولی اینکه از این ادعا، از این مقدمه شما طوری نتیجه گیری کنی، جهت گیری کنی که اثبات بکنن که بله امروز هم میتونیم این حساسیت رو نداشته باشیم، این شای اون آخر و بحث اون آخر نیاز به دلایل خاص خودش رو داره. و از جناب آقای ترکاشفند هم انتظار داریم این ادله رو بگن، همون که همون گونه که اختزای جمع شد همه همین رو طلب دارن، دلیل گفته بشه. ادعا ببین، ما آدم های منطقی که منطق میکنم خیلی شست رو فرق میزنیم، میگیم عزیز این ادعا، این دلیل، این صغرا، این کبرا، این نتیجه، بریستان خیلی بحث پیچیده که نیست که ما بنامون بر اینه. ببینید این که ما الان چند سال پیش بودیم اینجوری بحث می‌کردیم، الان اینجوری بحث می‌کنیم، ما احکام فقهی که تابع شرایط و فلان و همیشه اینجوری نیست که تابع شرایط زمانی باشه. ببینید احکام فقهی تابع مصالح و مفاسده. یه بحثی داریم که مقتضیات زمان اون معنای خاص خودش رو داره. شما عوامر و عوامر، چه عوامر وجوبی چه عوامر استحبابی، مبتنی بر مصالح شارعه، نواهی چه نواهی که دلالت بر حرمت هم، نهی نهی حرمتی چه نهی کراهتی، دلالت داشته میکنه مفسده، به دلیل وجود مفسده است. اگه مصلحت شدیده باشد میشه وجود، قلیله استحباب، مفسده شدید حرمت، قلیله میشه کراهت. حالا شما اینجا باید اثبات کنید که این ادعایی که میکنید به عنوان نظریه حجاب حداقلی آیا مطابق مصلحت از هم چجوری اثبات میشه؟ آیات و روایات. آیا این آیه اینجوری دلالت میکنه بر این مطلب؟ مشکل ما اینه که شما به جای اینکه به خود آیات روایات نظر استقلالی داشته باشید، اصالت رو به آیات روایات بدید، در اون نوشته اصالت رو به اساس تاریخی دارید و بر اساس اون پیش‌فرض تاریخی که این عباراتون هم هست اگه بخواید براتون میگم، بر اساس اون پیش‌فرض‌های تاریخی اومدید سمت تفسیر قرآن، در حالی که اون پیش‌فرض‌های تاریخی شما جدای از اون که معارض دارد صلاحیت مقدمه شدن، قدیمه شدن برای تفسیر آیات روایات رو ندارد. شما میخواید فهم آیه رو بفهمید، یک رجوع آیات دیگر میکنن میشه تفسیر آیه به آیه، دو رجوع روایات ذیل آیه میکنن، بعد به روایات که رجوع کردن یک بررسی سندی میکنن، دو بررسی دلالی میکنن، سه آیا روایت معارض دارد یا نه، حل تعارض میکنن. اگه تعارض ظاهری است یا واقعی، تعارض مستقر است یا غیر، اون داستان داریم. اون تو حوزه همینجوریه که نیست که آدم باید بشه استخوان بشکند
تو این بحثا قواعد رو یاد بگیره بعد بتونه در مقام عمل به کار ببره. این میشه شیوه بحث فقهی و فقاهتی. ها میگن آقا این آیه بر اساس این روایتی که زیر آیه است نتیجه شین. اگه اینجوری نباشه میشه ما بهش میگیم ادعای بدون دلیل تکرار تکرار میشه. خب این هم که فرمودم من نفهمیدم این رأی سنتی کجا گفتی که بر اساس رأی سنتی زنان نمیتونن در جامعه حضور پیدا بکنن؟ من نمیدونم خلاف سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کجا کی گفته این رو؟ اون دلیل باید بشه دیگه، میشه ادعای چی بدون دلیل. یعنی مثلا در طول این چند هزار سال ببینید، چند هزار که نه بگیم چند قرن تقریبا دقیق‌تر، یعنی همه زنات خونه میشستن هیچش بیرون نمی آمد. خب این که خلاف بدیهیات تاریخیه. ادعا بدون دلیل در محفل علمی شایسته افراد نیست. برگردیم به علمایی که چیز نگیدون که نقدش کنم، برگردم ادامه نقده ها ادعاهایی که در اون کتاب نوشته شده، چون دیگه من نمیتونم دلایل از کره مریخ بیارم، یک متن مکتوبی هست اونها رو مطرح میکنیم نقدش رو بگیم که یکم بس فضاش فضای علمی بشه. یکی از دلایلی که ترویج میکند اصل برهنگی را در زمان جاهلیت ایشون تفسیر کردن چیه؟ رواج لباس‌های دوخته نشده. یعنی لباس دوخته شده ما در اصل جاهلیت و زمان پیامبر نداشتیم و عبارتشان اینه: اصلی‌ترین ویژگی‌های مرده‌شاره از این قرار است: نادوخته بودن، ناچیز بودن تعداد، چند لا نبودن یا رایج نبودن زیر و رو، ساخر و پوشانه بودن. این عبارات رو دارم براتون میخوانم تو میکرم. بعد این جمله آخر رو میخوام محور بحثم، چون وقت کمه و بحثای اصلی رو عبارت نگاه کنید. به همین خاطر معلوم نیست که روایات تمجید از این نوع جان، ببینید یه بحث تاریخی مطرح میکنن، یه چند تا شاهد تاریخی استناد میکنن مثل ازار و اینها که اینا دوخته قبول، ازار دوخته نبود. ولی شما چرا اون روایات دیگه، اون اشعار جاهلیه دیگه، اون آیات و روایاتی که مثلا به قمیص، به جبه، به در، به مجول اینها اشاره کردن و صراحتا آمده در کتب لغت و در روایات ما که آمده قمیص پیامبر چگونه بود؟ پیامبر یوفی تو سودا و گفتن که اصول چیه سنت حیاتی هم نبوده. پس این روایت که از عایشه نقل شده که پیامبر در خانه شکار میکرد میفرمود که کفش خودش را میدود، لباس خودش را میدود، یخی تو سب و هوی چیه پس؟ و موارد بسیار دیگری که من نمیخوام که وقت کمه ده بیدن. من یه سوال دارم از ایشون، اگه اینو میتونن پاسخ بدن ما نوکر ایشون هستیم. عبارت نگاه کنید: به همین خاطر معلوم نیست که روایات تمجید از این نجاما واقعا از حضرت صادر شده باشه. چرا صادر نشده؟ ببینید روایات میذارم کنار دیگه، روایات که داله بر قلیس از صدر اینو میگه کنار. چرا میگه کنار؟ چون من پژوهشگر بررسی تاریخی کردم، دیدم که اون زمان لباس دوخته نبوده. یک، اون بررسی تاریخی شما معارض دارد. اشعاری کلام دارد رفتشو من خواهم کنه شلو. دو، شما میخوای صحت و سقم روایت رو میخوای پژوهشگری دیده صحت و سقم روایت رو میخوای بسنجی. آیا در فهم روایت، یعنی فهم سندی و دلالی، در علم رجال و درایی میخواهید بفهمید شما به یه نقل ضعیف تاریخی استناد میکنید و جالب اون نقل ضعیف تاریخی که معارض هم دارد، خلافش هم هست، و بر اساس اون نقل ضعیف تاریخی میان میگه به این عبارت رو معلوم نیست این نوجاما کدوم نوجاما جاما دوخته شده. این روایاتی مثل روایت قلیس اینها واقعا از حضرت صادر شده باشه؟ چرا که خودش نیست از همین دو قطع جامعه نادوخته، یعنی ازار و ردا استفاده میکرد. پس روایت که میگه طول آستین قمیص پیامبر این اندازه بود چیه؟ بذاریم اونا بیاریم چی مستند بودیم حرف بذاریم بگیرم یه چند تا. در اشعار جاهلی واژه ناسه و متنسر به معنای خیاط به کار رفته. جوهری در اصحاح اینا برده این معنی و یرعد و ارعاد الهجین ازاه و غداه و شماله الشم رجل متنسر. شاعر در این بیت لرزش اسب اصیل را به کسی تشبیه نموده که تنها یک لباس رقیق دوخته شده بر تن دارد. قراری که در شعر اعشا آمده به معنای خیاط چیه؟ شعر یشق الامور و یحتابها کشف القراری صوب ردن. میگه امورات را میشکافه، یعنی حل و فصل میکنی مانند خیاطی که پارچه ابریشم را میشکافد. یا مثلا این بیان پایده خود قرآن جای دور نهیم ما در اون زمان لا یک فرون الجنت حتی ید جل جمل و پیسن به خلال ممکن اینجا بگیم که آشنا بودن، ضرورت نداره اون شعر جاهل رو چی میگید؟ حالا بگیم این به معنی که آشنا بودن که سوزنی هست بلانی هست ولی خودشون خیاطی نداشتن.
این روایت رو چه میگید؟ به عایشه ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسنعو فی بیته، پیامبر در خانه خود چه کار میکرد؟ قالت، عایشه گفت کان یحیط ثوبه و یخسف نعله، لباس خودش رو میدوخ و کفش خودش رو پینه میزد. و یعمل ما تعمل رجال فی بیوته، کار پیامبر هم نبود، مردان هم این کار رو انجام میدادن، بعضی کارهایی که مردان در خانه شون انجام میدادن. بابون ما قرده فی فضل خیاطه، جامعه احادیث شیعه فی احکام شریعه، ماره زیر نظر آیت الله رحمت الله آیت الله خروجردی ختم شده این چی مجلل هفته تعبیر رو نگاه کنید. و قرآن صلی الله علیه وسلم یخی تو صاحب و یخص خود نهله، یا قبلون مثلا برید در خسال از عبدالحسین بلکی یعنی علی علیه السلام در مناقب جلد رو صفحه نمارش آمده خصال الکمال ان ابوالحسین البلخی انه یعنی علی علیه السلام اجتاز به سوق الکوفه فتعلق به کرسی فتحرق قمیصه فاخذه بیده ثم جاء به الى خیاطین فقال خیطوا لذاک بارک الله فیکم، لباس قمیص امیرالمومنین پاره شد، رفت پیش خیاطا گفت اینو برای من بدوزید خدا برکت بده به شغل شما. و اینا چیه؟ اینا خیاطی نبوده؟ البته دوخته شده چند مورد رو من دارتون میگم. قمیص که واژه شناسان گفتن لغت شناسان برای قمیص اجزایی شمردن، اصلا جای دور خود قرآن اذهبوا بقمیصی هذه فالقوه علی وجه ابی، کی مالی که حضرت یوسف، اگه نبوده چیه بس؟ قمیص رو تصریح کردن که منظور لباس دوخته شده است، اجزا قم قم رو جای ها از بله فراهیمی کتاب العین جلد 3 صفحه 148 ابو عبید الغریب المصنف جلد 13 صفحه 111 اینه چه دست؟ سلام شد و سلام علیکم و رحمت. در خدمت نظام هایی که خواشتن گفته شد که اون رأی که شما فرمودین که بر اساس نظر سنتی و فقهای سنتی ما بانوان خانوم ها باید خانه نشین باشن و در جامعه نباید حضور پیدا کنن، این رأی مورد مناقشه قرار گرفت. گفتم بر اساس چه منبعی شما اینو ذکر کردید؟ خب بسیار خوب، فرمودن دوست عزیزمون آیه دکتر وطن دوست که به جایی پرداختن به آیات و روایات به اصطلاح اصالت رو به گزارش های تاریخی دادن و با اون پیش‌فرض به سراغ استخراج حکم رفتم. من توی این وقت فعلی میخوام اتفاقا به همون آیات اشاره بکنم و مضافه بر اون عرض بکنم این کتاب از 3 تا بخش تشکیل شده. بخش اولش مباحث تاریخیه، برای اینکه ببینیم قبل از پیامبر اسلام، قبل از بعثت پیامبر، قبل از نزول قرآن وضعیت مردم از حیث پوشاک و حجاب چگونه بوده که بتونیم وقتی اسلام ظهور کرد و آیاتی در رابطه با حجاب نازل شد به فهم درست و واقعی از مسئله برسیم. بخش اولش آقای دکتر تاریخی هستش، طبیعیه باید این کارو میکردم، این موجبه باید تشویق باشه، اینکه فرد علاوه بر کارهایی که دیگران انجام میده سراغ تاریخ هم رفته که بتونه با فهم بازتری سراغ آیات بره. توی بخش دوم که کار اصلی من بوده مفصل، یه بخش مفصل راجع به آیات قرآن مورد به مورد اومدم بحث کردم و بخش سوم بخش فقهی هستش. بنابراین فقط بحث تاریخی نبوده، بحث تاریخی بوده که موجب تشویق باید باشه، همه یه محافل دانشگاهی باید استقبال کنن و تعجب‌آوره که این نوع نگاه رو پرداختن به تاریخ رو ما مثلا یه جوری بیان کنیم که این نمره منفی باشه، نه این نمره مثبت هستش. ما برای درک واقعی از نزول آیات قرآن، برای اینکه بفهمیم رهنمودهای پیامبر ناظر به چه واقعیاتی بوده، خب باید ما قبل بعثت رو استخراج بکنیم. این اون کار متفاوتی که توی کتاب انجام شده، ولی خب من به قرآن به عنوان بسته کامل نگاه کردم، حتی تاریخ رو هم از توی قرآن در آوردم. این رو به دانشجویان عزیز عرض می کنم بدون هر گونه
پیش داوری کتاب رو حتما فایلش رو فایل پی دی افش که هستش رایگان هم هستش این رو دانلود بکنن با حوصله بخونن یک کارگاه آموزشی با حوصله و طولانی هستش پیرامون جدی‌ترین مسئله مسلمان ها که حجاب باشه توی اونجا هم تاریخ رو گفتم به عنوان مبنای بعد مقابل بسر هم وقتی سراغ قرآن رفتم ابتدا تاریخ رو از درون خود قرآن استخراج کردم این متفاوت ترین کاریه که توی این کتاب انجام شده رفتم واقعیات منجر به نزول آیات حجاب رو از درون خود آیات قرآن استخراج کردم این که گفتم مثلا مردم جامعه و لباسشون نادوخته بوده با پارچه خودشون رو میپوشوندن البته اکثرنه نگفتم که لباس دوخته شده اصلا وجود نداشته اگه وجود نداشت که مردم قمیص براشون ناآشنا بودشون نمیتونستن بپذیرن وجود داشته ولی بسیار کمتر از لباس رایجشون که پارچه‌ای نادوخته بوده وجود داشته توی آیه قرآن وقتی که میرسیم من سراغ تک تک آیه ها رفتم و واقعیات ما قبل را از درون خود آیه استخراج کردم که در ادامه الان بهش میپردازم اون قمیز اشاره به همون منابع فقهی هم لطفه این در لحظه صحبتاتون بله تشکر اون قمیز هم که به کار رفته من از اون داشتم میگشتم دنبال صفحش که براتون بگم که دانشجویان رشته به ویژه علوم قرآنی با تمام وجود به مرور مطالب بپردازن با حوصله فراوان ماها وقت گذاشتم توی آیات مربوطه مربوط به مردم عصر پیامبر یک واژه مربوط به البسه که اشاره به لباس دوخته شده باشه نداره اینا رو توی کتاب گفتم جلباب و خمار و ازار هستش قمیص که میگه قمیص مال حضرت یوسف یکی دو هزار سال قبل و این از ظرافت کار قرآنه که وقتی به عصر پیامبر اشاره داره به مردم اون موقع واژه‌هایی که به کار میبره که مربوط به خودشونه اما وقتی حضرت یوسف اونجا به اونجا متمدن داره اونجا متفاوت بوده توی مصر و اینها جور دیگه اونا پارچه داشتن که از پشت به سلام میندازه پیرن یوسف پاره میشه ولی توی اینجا پاره شدن وجود نداشته چرا؟ چون پارچه دوخته بوده دیگه ببینید با یه انگوش راه زنا میگن راه زنا خود تا اتطریق به راحتی اون موقع پارچه گرون بوده یکی از چیزهایی که توی این کاروانا که رد می شدن کالاهای مختلفی بوده لباس خود مسافرها هم مهم بوده می اومدن لباسشون می کشیدن اصلاش در می اومد دیگه دکمه ای نداشته کشی نداشته می کشیدن جدا می رو پاره شدنی هم در بین نبوده ولی مربوط به اونجاست که زلیخا اومدش به اصطلاح دست انداخت توی یقه یوسف کشی خب اونم فرار کرد پاره شدش ولی هیچگاه در مورد جامعه اسلامی اینطوری نیستش اینا رو به طور مفصل گفتم تمام اون توضیحاتی که درباره آقای دکتر وطن‌دوست من این رو به عنوان فردی که فارغ از همه مباحث روز خواستم یک موضوع بسیار حاد جامعه اسلامی اون رو مورد بررسی با حوصله قرار دادم 4 سال وقت خودم رو شبانه روز صرف کردم و به این تحقیق پرداختم تمام روایاتی که راجع به لباسهای دوخته پیامبر فرمودید من توی کتاب آوردم ذیل عنوان اختصاصی پیامبر اونجا یه عنوان اختصاصی آوردم که ایشون خب اکثرا از لباس نادوخته استفاده میکرد از لباسهای دوخته هم گهگاه استفاده میکرد همین مواردی که شما اشاره کردید اونجا گفتم توی کتاب نگفتم نبوده لباس دوخته گفتم لباس رایج پارچه های نادوخته بوده
و ما باید پیامدهاش رو بپذیریم. خب من حالا بپردازم به اون بحث خودم که داره دیر میشه. اون بحث تخصصی که مورد توجه جناب حاج آقا هم بود از وسط جلسه اعتراض گونه خواستار شدن و سایر دوستان هم فکر می‌کنم تو ذهنشون هستش، بخشی ببینید تصویر بخش قبل من هم کاستن از حساسیت ها رو با ذکر مورد زنان غیر آزاد گفتم تا این ذهن نامذهبی ها با دیدن یه فرد غیر روسریدار و اینها نمیدونم دوچار فلان نشود، هی تو دلمون بد و بیرا بهش نگیم. قبلا البته بود، الان که از این چیزا نیستش. توی بخش دوم تأثیر عناصر زمانی و مکانی رو گفتم. میخواستم بگم حتی اگر رأی مشهور رو، مشهور فقها رو بپذیریم که مردان حجابشون تقریبا 0% بوده، دلیل و فقط مثلا صرفش عورت این بوده، دلیلش فلان بود که عرض کردم، اگر زنان رو گفتن حجاب حد اکثری غلیظ و حتی پرده نشین باشن، میخواستم بگم وقت نبود، فقط توی یه خط بگم این اگر بپذیریم که حرف فقهای سنتی ما راجع به پوشش زنان درسته که میگن پرده نشین باشن، اگرم بیرون اومدن حجاب نزدیک به 100%، این یک علتی داره، علتش بی بند و باری های عمیق و وسیعی بوده که در اون زمان بوده. اون موقع مردم، من اینو توی یه دقیقه بگم بعد برم سراغ بحث اصلی، اون موقع مردم آلودگی جنسی، زنا همسایی دیوار به دیوارشون بوده. شما امروز نگاه نکنید به مسئله که نمیشه از یک سخنران مذهبی بیاد پشت به اصطلاح میکروفون یا بالای منبر بگه لطفاً مؤمنین عزیز، آقایان و خانومها، شرط فلاح و رستگاریتون اینه که زنا نکنید. خب اینو بگه همه بهشون برمیخوره، جلسه رو ترک میکنن، ولی قرآن میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن، به فلاح رسیدن، چیکار کردن؟ لفروجهم حافظون، زنا نمی کنن. این داره اون زمان رو میگه، میگه که لا تقرب الزنا انه کان فاحشتا و ساء سبیلا، گرد زنا نگردی. اینو امروز به ما بگن بعد میخوره، ولی اون موقع قرآن گفته چون بلای بسیار شایع اون موقع بوده، میگه که زنا نکنید، کار خیلی بدیه، انه کان فاحشتن، خیلی کار زشتیه. اونا هنوز پی به بسیار زشت بودن زنا نبرده بودن، اصلا زنای یواشکی رو یه جور زرنگی میدونستن. میگه که الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که به اصطلاح مرتکب فواحش چه ظاهری چه باطنی مخفیانه نشید، اشاره به این واقعیته که مردم اون موقع زنا مرتب مرتکب میشدن، زن از خونه میرفته. ببینید پیاپی زنان اون موقع نکاح‌های مختلف میکردن، نکاح نه به معنای امروزیش، مرتب زنان شوهردار رو دارم میگم، زنان مجرد که هیچ، اون که خوب ازدواج میشده تو اون موقع، زنان شوهردار مرتکب این کار میشدن یواشکی، و به خاطر همینه که اون عبارت معروف توی فقه ما هم الولدو للفراش و للآهره الحجر، میگه بچه که از زنا به دست میاد، بچه که از زنا به دست بیاد مال مرد خونه است، مال شوهر است، و گیر اون فرد زناکار پیچی نمیده. خب این یعنی این اینقدر ملموس قرآن پیامبر برای اصلاح این رویه شاید تعبیه کردن، دستوراتی دادن که زنها کمتر از خونه بیرون بیاد، یا اصلا بیرون نیاد، یا اگر اومدن کاملا پوشیده باشه. یعنی این حکم وابسته به واقعیات بسیار نگران کننده اخلاقی اون موقع هستش. من
بعد فهمی آیات قرآن رو که خواسته دوستانم هست رو توی بخش بعدی به طور مفصل توضیح میدم که آیات چه میگوید، پرده نشینی در قرآن چه هست تا و اندازه پوشش. ممنونم، تشکر. دوستانی که دست اندر کنم لطفا ساله کفی رو بیارم پیش من. عرضم به حضورتون یه 10 دقیقه دیگه وقت آیه وطن دوست هست. حالا حسب عادت که مجریان تلویزیون میگن انشاءالله اتاق فرمان کمک کنه ما وقت اضافی بده، حالا ما اینو تکرار میکنیم انشاءالله اتاق فرمان چند دقیقه ما اضافی بده. آیه وطن دوست، ما از آیه پرکاشفن خواستیم یکی از ادله و منابعی که نگاه سنتی نسبت به خانه نشینی زن بیان میکنن، حالا به طور واضح بیان نشد، اجازه بدید من یکی از این منابع من خدمت شما بگم، چون به هر حال تفسیرانی نظریه در آثارش گاهی وقت دیده میشه. به عنوان مثال فکر میکنم برمن به بخشه، فکر میکنم در کتاب وسائل شیعه یک بابی رو داریم به نام استحباب و حبس المرأة فی بیته. آیا این خودش دلیلی نمیشه بر تایید صحبت آیه ترکاشفن؟ ممنون. خب بسم الله الرحمن الرحیم. این نکات اصلا میگم یادم رفت شروع کنم تا میگم توضیح بدم به معصوم هستم چون اینجا نوشتم و مناظره های قبلیش نشون داشتم. خب ببینید، ادعاها از بس بسیاره، باید اهم مهم کنم در پاسخ این ادعاها. اولا الحمدلله رب العالمین که ایشون عرب نشینی کردن، فرمودن در کتاب گفتن وجود داشته چی؟ پارچه های دوخته. گفتن چی بوده؟ آقای ترکاشفند عزیز، من مخاطب شما منم فعلا اینجا، من کتاب رو دیدم، عباراتش هم اینجا دارم، نگاه کنید عبارات رو، این عبارات رو ایشون گفتن. من اونجا نگفتم دوخته نبوده، بله یا نه؟ حال عبارات رو این عبارت، اصلی ترین ویژگی های مورد اشاره از این قرار است: نادوخته بودن، ناچیز بودن تعداد، چندان نبودن یا رایج نبودن زیر و رو و ساتر و پوشانه بودن. دوخته بودن کجاشه؟ نمیدونم. ما دیگه هم پس آنجا شما اندار رو برسن همین اندازه که پذیرفتن قرمیز لباس دوخته شده بوده، خیلی خوبه دیگه، ما که بخواهم به این اهداف برسیم که بچه اشتراکی که باشه. نکته بعدی، در طرز تعارض روایت ها کنید، ببینید ایشون فرمودن که شما به تاریخ اهمیت نمیدید. نخیر، اتفاقا اگر من به تاریخ اهمیت نمیدادم که اشعار جاهلی رو برای شما نمیخوندم، درسته یا نه؟ نه، بحث در این نیست. نمره منفی که شما اشاره کردید بحث تاریختون نیست. نمره منفی شما برای اینه که شما یه نقل ضعیف تاریخی رو برداشتید آوردید. یک. دو، این نقل ضعیف تاریخی مبتلای به معارضه با یه نقل تاریخی دیگه. فرض بگید معارض هم نداشته باشه، معارضش رو براتون با سند ذکر کردم، فرض نداشته باشه. سوال، روش فقهی ما چیه؟ اگر یک یا چند روایت با یه نقل تاریخی ضعیف در تعارض باشه، دقت کنید، نقل تاریخی ضعیف که خبر واحد از خبر متواتر نیست، اگر چند تا روایت که خبر واحد است سندن و دلالتن اعتبارش اثبات شده نشده، باید با دلیل بگن چرا این راوی اینجا این مشکل رو داره، سند ضعیفه. اینا که ما داریم در کتب فقهی فقهای بزرگی که اینا رو می‌فهمیدن استناد کردن. حالا اگر ما چند دسته روایت داشته باشیم که با این نقل تاریخی ضعیف در تعارض باشه، در مقام تعارض روایتی که سندن و دلالتن معتبره با نقل تاریخی ضعیف، روش علمی فقهی علما چیه؟ نقل تاریخ رو مقدم میکنن یا نه بر اساس روایت اون نقل تاریخ رو گوشیشو میگیرن پردش میکنن اونور؟ تو تاریخ تحلیلی اتفاقا یکی از راههای تحلیل تاریخ اسلامیه که شما به روایات و آیات مراجعه کنید، ببینید آیا روایت معتبر در ناسازگار با این نقل تاریخی داریم. اگه داشتیم میگیم بر اساس این روایت معتبر این نقل تاریخ باطل شده است. حالا جالبه ایشون یک جایی آوردن استناد کردن به چی؟ به تورات. حالا جالب، من این هم براتون بگم بد نیست، در تورات مسئله برهنگی بودن رو خواستن بگن چیز عادیه، به داستان حضرت آدم و حوا اشاره شده. در متن تورات این عبارت قشنگ آوردن، درستم آوردن که حضرت آدم و حوا چی بودن؟ بگید عریان بودن. خب چرا شما به کتابی که هنوز اعتبارش زیر سوال هست یک به اون استناد می‌کنید، دو روایت شیعه رو چرا ندیدید؟ روایت به این ذیل آیه فبدا لهما سوآتهما فتفقا یخصفان بالورق الجنه، از امام ماقر اگه اشتباه نکنم یا از امام صادق، روایت هست که حضرت آدم و حوا در بهش لباس داشتن، وقتی از شجره منعی تناول کردن این لباس فرو ریخت. این روایت چی شد؟ سندش معتبر رو چرا ندیدی تو کتاب؟ نگاه، نمیشه که
هر جایی که به نفع من بود یه پیشفرض ذهنی من داشته باشم، هر جایی در تاریخ، در روایت، در قرآن به نفع من باشه استناد کنم. خب ممکنه بگن نه اون روایت به نظر من معتبر نیست، خیلی تو خوب اشکال نداره، تو کتاب باید بیارید این رو بگید آقا این روایت سندن و دلالتن این اشکال را داره. بدون رد روایت معتبر که نمیتونی استناد کنی به اون نقد یا چیز دیگه. تازه در خود حالا جالب هم چیزه، خود آیه قرآن چه جای دور میری شما، در خود آیه قرآن این چی دارن؟ معارض دارن این نقدی که ایشون دارن. و جالب من اینو بخونم در نظرم خیلی خوبه، بفرمازم اون بحثای دیگه پیدا کردم اونجا پیدا کردم خدمت رو خواهم بکنی شده در زمین فاسقه سوالات. خب مثلا بعدی ایشون فرمودن چیزی که دوخته نشده پاره نمیشود. پاره چی چی من نفهمیدم این رو؟ پس پذیرفتید دیگه. خود لباس اگه دوخته نباشه مثل ازار بکشی طور میکنه از بدن دوخته پایین خودت اون جای مختلف گفتید گفتید ازار و رضا به این خاطر چین سبب برهنگی میشد که راحت با یه باد اینا میافتادن. خب خوبه الحمدلله خیلی خوبه، همین اندازه که انصاف دارید ما خوشحالیم. ببینید این تعابیر که من 4 سال برای کتاب زحمت کشیدم و اینها این نوعی عوام فریبی است. ما این مثلا این مدل بحث رو تو محافل علمی نمی‌پذیرم. ببینید کتب عوام فریبی یعنی که رفتار پلیسه کتب باشه توهین نمی‌کنیم جواب بده ایشون. کتب زاله مگه تو 1 سال نوشته شده؟ ما کتب زاله داریم که 10 سال 15 سال در زحمت کشیده براش زاله هست یا نیست؟ بله. وقتی من 4 سال زحمت کشیدم اون که بحثی برای خدا خیرتون بده. این اصلا این که ما مناظره برگزار میکنیم احترام به ایشون هست برای همینه دیگه، چون ایشون به عنوان یک پژوهشگر محترم زحمت کشیدن به هر 4 سال اینها رو عدل رو جمع که زحمت رو بدن انصافاً این معنی تعارف نیست، تعارف نداریم با هم دیگه. مطلب بحث در اینه که آیا این زحمت به ثمر نشسته یا نه، آیا از روش علمی رایج که در طول قرون مختلف علما ازش استفاده میکردن بر اساس اون روش علمی سیر شده یا نشده. کل دعوا سر اینه. این که من میگم آقا این نقدهای تاریخی غیر معتبر مبنا قرار داشته دور شده برای فهم آیات، میدونید علتش چیه؟ الان خدمت شما عرض خواهم کرد. دقت کنید. نگاه کنید کلماتی که در آیات حجاب آمده رو چجوری معنی کردن ایشون. کافیه یه بار. باب معنای اصلیش چیه؟ کتب رو بخونید. درب. ایشون ترجمه کردن مدخل ورود و خروج. جلباب معنای اصلیش عبا، چادر و پوشش روی لباس. برید کتب لغت نگاه کنید. ایشون جلباب رو معنی کردن به پوشاک و پوشیدنی. اینکه جلباب به پارچه گفته میشد که از سر تا پا رو میپوشان، جدای از بحث‌های لغوی در شأن نزول آیه آمده از عایشه روایتی نقل شده است که وقتی این آیه جلباب نازل شد، زنان انصار را دیدم که پارچه بر سر انداخته بودن، از سر تا پا رو میپوشان. تعبیر به غراب داره، یعنی این پارچه هم سیاه بوده. قابل توجه بعضی ها که یه مجله یه زمانی نوشته بودن که چادر مشکی را ناصرالدین شاه از فرنگ به ارمغان آورد. مشکی بودن بس رنگی شده بود. تبرج معناش اظهار زینت. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت اولا. اظهار زینتشی ترجمه شده خودنمایی از داخل خانه جلوی مدخل ورودی. یعنی تو کتاب هست بتونید بگم نکاح معنای اصلیش چیه؟ عقد یا ازدواج. چی ترجمه شده؟ آمیزش جنسی. وضع سیاه معنای اصلیش چیه؟ در آوردن لباس. چی ترجمه شده؟ آمیزش جنسی. حالا من نمیدانم، ببینید شما در تحلیل های لغوی وقتی وارد دانش به کل لغت میشین، ما معنای موضوع لحن کلمه رو ساده میگم براتون. ما تو اصول میگیم ماده و هیئت، یا از حروف اصلیش میفهمید یا از وزن کلمه. مثال میزنم میزان. کسی میخواد مدلول مطابقه میزان رو کشفش کنه، یعنی معنای حقیقی شد. از دو تا به هر سمتی دو عامل توش دخالت داره. یک حروف اصلیش چیه؟ وزن. بله یا نه؟ وزن در لغت معنای سنجش رو از مادهش میگیره، میگه وزن سنجش. میزان در چه وزنیه؟ مفعال. مفعال اسم آلت است. ابزار رو هم از حالتش می هیئت میگیره، یعنی میزان میشه ابزار سنجش. این میشه تحلیل لغوی که مدلول مطابقه رو ما کشف کردیم. شما وقتی این معانی رو میشنوید از کجا؟ از حروف اصلیش در اومده، از هیئت کلمه در اومده، از وزن کلمه در اومده. چه نوع تحلیل لغوی است؟ و ابتدای دانش لغت اینه دیگه. تو دانش لغت ما دنبال کشف مدلول مطابقه واژگان هستیم. حجاب، پرده و حجاب و حائل، اینجا ایشون ترجمه کردن حجاب رو به دیوار کناری.
حجاب دیوار کناری چجوری تر؟ حالا این همه ما 30-40 ترجمه باشد و بیشتر داریم، تو یکی از ترجمه های کلمات نیامده، برید نگاه کنید. همین سادگی است من فهم قرآن. بابا اینها شما کسی میخواد دین رو بدن؟ من نمیدانم، یه مصیبتی است. آقا بحث پزشکی پیش میاد، بحث مثلا فیزیک پیش میاد، تا یک شخصی که تو الهیاته بخواد یه نظر بده که ما توضیح نمیکنیم کسی نظر بده چون تخصص رو نداره. سر اینا بابا تخصص تو نیست، حرف نزن. تو بحث دین و الهیات وقتی بحث میشه، بحث فهم مراد شارع مقدس هست که حداقل نیاز بیش از 10 تا علم دارد. اینجا که میرسم همه میشن صاحب نظر. کجا درس خوانی؟ کدام حوزه علمیه؟ کتاب میشه نیست، به احترامی نش کلا دارم میگم. خود کدوم دروسه آدم بر اساس کدامین قواعد علمی و حوزه‌ای شما اینا رو میگید؟ بنده که اینجا نشستم این حرفا رو شما گفتنش خوب نیست. همین دروس حوزه‌ای رایج را چندین دوره در حوزه علمی تدریس کردم. الان تو با حوزه ارتباط دارم تو سه تو یک دو سه. الان پیش خودم هم نمیگم یک شب مثلا رفتم یا خوندم آدم برای شما میگم. نه، حساب کتاب داره در محافل علمی. آقا یه مثال بزنم. این دکارت یکی از اندیشمندان بزرگ غرب است، محترم هم هست. ایشون چند بزرگوار بودن، از یکی از اساتید فلسفه غرب من از ایشون شنیدم، خیلی جالب بود برام. ایشون کتاب تأملات رو که میخواست بنویسه، من رو بگیرم، کتاب تأملات رو که میخواست بنویسه این رو به علمای بزرگ اون زمان ارجاع دادن. یه 6-7 بار این کتاب رفت و برگشت داشت که اینا نقدش کنن و اون ضعفای کتاب کنار گذاشته بشه. و شما میاد 1100 صفحه کتاب مینویسید با این شیوه، و این اول بیارید به علمای بزرگوار اونایی که متخصصن بدید نگاه کنن، ضعفاشو بگیرن، اگر تایید کردن یه تقلیدی لطف بکنن، بعد بدید رو تو فضای مجازی پخشش کنید. خب مخاطبی که این علوم را نخوانده اینو ببینه که نمیتونه تشخیص بده مغالطات این کتاب را. اول قشنگ باید اینها بیاد به علمای داره، اگر علما تایید کنن یقین بدارید بزرگوار اینا تقلیدی مینویسن، بر اساس اون تقدیر شما مجوز چاپ هم میتونید بدید. السلام علیکم و رحمت الله. آمین. سوالی هم که ما پرسیدیم انشاءالله باز در اصلا فعلا ایراد نداره. هر دو بزرگوار در این تایم 11 دقیقه صحبت کردن. برخی از اساتید معزز استادم سوالی دارن. دوستان اگه میکروفون هست خدمتشون، جناب آقای دکتر فخلایی در خدمتشون هست. سوال ندارم. باش. آقای دکتر جوارشیان. بسم الله الرحمن الرحیم. سوالات کوتاه مانده از جواب کوتاه. فقط یک تذکری در حال توقف مون که جنابی در همه اتدام فرمیدیم. ببین من اثر میشم جنابی تو باشم چندین مقالطه روشن رو دیدم و خلق مباحث در مقالطه تعبیر خوبی نیست. خلق مباحث بنات که اینجا حدود شرعی حجاب یعنی حکم فقهی بحث بشه. این بخش آقای حیاتی اسلام نشیشان ناظر به ارتباط حجاب با اخلاق و کم بودن حساسیت و بیشتر بودن حساسیت اصلا بحثی نیست. اینجا این جلسه علمی است، همان مخاطبین شما دانشجویان الهیات اساتید محترم هستند و توقعی بحث علمی باید موضوع داشتیم. خط دوم یه صورت گرفت، بحث همون حجاب کلیزان بود که تو نواهد صورتان دوستم اشاره کردم. یه بخش را متوجه کردیم شما معطوف به حجاب کنیزان شد. خب الان هم بلا موضوع، هم اینکه بحث در حضور حجاب شرعیه، همین در واقع بخش مؤمنین و متدینین و مسلمین هستش که دیگه الان در حکم همون فرد آزاد هستن. خب این هم یک بخش استانوشه شما معطوف میشه. یه بخش کار میشه شما خلط بین حجاب فقهی و فقهی با حجاب سنتی است. این بحثمون در حجاب سنتی که نیست، بحث حجاب سنتی ناظر سنت با و عرف حوالی بسیار تاریخی اجتماعی سیاسی به خاطر داره. اون که اینجا مد نظر هست این که حجاب قجری چی بوده کار نداره، حکم فقهی حجاب چیه. یعنی این من استنباط هم اینه که بخش با متوجه هستم به شما خارج از موضوع بود. تشکر. و یک نقطه آخر هم خدمت عرض کنم، اینکه شما فرمودید من تعجب کردم حکم فقهی فعلی حجاب مرد رو که فرمودید که سطر عورته این هست، شما فرمودید این حکم فعلی ناظر از مبتنیست بر چی؟ مبتنیست بر اون فضای برهنگی زمانه
قبل اسلام و زمان رسول الله درسته؟ برید متوجه شده فرمشون بینید در خصوص حکم فعلی حجاب زنان چرا همین حکم نمی کنیم؟ دقیقا برعکس خود می فرمید یعنی می فرمید که اصلا این رفت اونجا برهنگی میده حالا چطور شده برای زنان برعکس حکم شده؟ برای مردم اگر استناد تاریخی این قطعاً یکسان باشه وچکش به من باشه از حضور بزرگان اینکه کلامتون رو قطع کنم هم به برگردی و جسارت بنده نشه اقتضای بحث من اصفهان سوالا پرسیده میشه بعد دو بزرگان جواب شروع بدم استاد بزرگان آقای دکتر خائری بسم الله الرحمن الرحیم با تشکر از اساتید بزرگوار دیمجه دو استاد بزرگوار مجری اجرای کننده نکات زیادیست من سریع عرض میکنم و عذر میخوام از این که فرصتی زیادی نیست که من کل مطالب رو عرض بکنم همینطور سریع بدون تکرارات ترتیب عرض میکنم وقتی ما در باره زنان کنیز صحبت میکنیم و بس از استثناء میکنیم یعنی مستثنامین وجود داره بس باید در باره مستثنامین بس بکنیم و انتظار ما هم این بود برادران عزیز افرجمن که بحث ما یه بحث همطوری دکتر فرمودن فقهی یا ما قبول داریم که محورش کتاب و سنت یا قبول نداریم اگر قبول نداریم بگیم نخیر ما بس اون فقط تاریخی است و گزارش‌های تاریخی اگر قبول داریم که محور بس کتاب و سنت پس از کتاب و سنت شروع کنیم بعد بپردازیم به مباحث تاریخی به عنوان دلیل شاهد و مباحث اینطوری مطرح بکنیم ما الان دو ساعت گذشته هیچ بحثی از روایات آیات مثلا آیاتی که بهش استناد میکنن بزرگان اصلا نشده به این درست نیست و شاید هم در تا پایان هم فرصت نباشه چون من هم دراز دارم دوستان میگم ممکنه بخوان برن مسئله بعدی در مباحث تاریخی به قید تاریخی ببینید ما حجاب عصر پیامبر و اینا رو که مطرح میکنیم پوشش برای که میخواد مستند فقهی قرار بگیره ولا عصر پیامبر خصوصیتی ندارن میرفتیم آفریقای جنوبی یا فرانسه عصر لویه 16 هم مثلا بحث میکردیم این که حجاب عصر پیامبره میخواد مستند فقهی قرار بگیره پس باید سازوکارها و شرایطش رو داشته باشه یعنی روایات بررسی سندی بشه ما الان شما روایات طبری رو ببینید طبری مال قرن سوم و چهارمه اواخر سوم و اوایل چهارمه واسطش با پیغمبر اکرم حداقل 5 6 7 8 تا گاهی 7 تا 8 تا باید راوی باشه در حالی که شما بیشتر روایات طبری یا خیلی از تاریخ‌دانان دیگه 2 تا یا 3 تا یا 4 تاست اینا نشون میده که این روایات همش یا مقطوع است یا مرسل یا سندی بریده است به یک شکلی تازه اگر ثابت بشه در فقه امامیه روایات اهل سنت جز در موارد استثناء مورد استناد نمیتونه قرار بگیره دنیای فرمود موارد استثناء یعنی آیا بررسی تاریخی و سندی اینجا صورت گرفته یا صورت نگرفته اینها مباحثی است که باید دقت بشه بحث ما بحث مستندات فقهی و احکامی است که از این مستندات استخراج میشه در این مباحث ما اینجا فقط داریم که فقهای ما چی گفتن شما مستنظر هستید که یک فقیه نظرش برای خودش مورد استناد قرار میگیره و حجت به مقدمینش هر کدوم از این آقایون و خانوم ها بخوان نظر فقیه خودشون رو بدونن استفتا میکنن نظرشون رو میگیرن صد تا فقیه هم که یک نظری فرموده باشن نظرشون برای خودشون حجته مگر تبدیل به اجماع بشه و اجماع کاشف باشه یا شرایط خاصش که میدانید فقها براش ارزش قائل نیستن ما در اینجا محورمون ادله استنباط کتاب سنت و اجماع حق رو اگر بپذیریم که حقش رو باید بپذیریم قطعا با محدودی که داره ما این بحث رو در اینجا ندیدیم اینو باید مطرح بشه نه خواهش میکنم یه تحلیل خواهش میکنم ببینید شما در باره زنان و سنت ها فرمودید ما در مدینه النبی با النساء داریم اگر فرصتی باشه من روایات فراوانی داریم که خانوم ها وسط مجلس پا می شدن وسط نمازش اینها یعنی تو باب النساء پشت سر پیغمبر رفته نماز میخوندن حالا یا پرده بوده یا پرده نبوده و قرائن داریم که پرده هم نبوده دقت کردید پرده هم نبوده و صحبت میکردن حرفشون رو میزدن یعنی چه پرده نشینی که بیان تو خونه مسجد نیان تمام سنتی های ما معذرت میخوام حالا غیر از اونم که بگذاریم نگاه کنید در حرم ها در طول تاریخ مردم زنها میامدن توی سنها نماز میخوندن و ندارن یک فقیه سنتی گفته باشد که چرا زنها میان به میدان حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا احتجاج آنچنانی داره حضرت زینب احتجاج آنچنانی داره فقها به این استناد میکنن عنایت فرمودید نکته این مسئله کنیزکان در باره کنیزکان با یک حرف جداگانه در جای خودش باید بحث بشه که اصلا بحث قبل و کنیز چی هست ولی ما بحثمون فعلا بحث مستند این هست یک قطعه برمید خواهش میکنم و
من قاعده اشتراب مسئله پروژه حافظون اینا رو ما نمیتونه بگه مربوط به حضرت پیامبر اکرمه، من همه زمان هاست اتفاقا الان هم مسائل مشکلات فراوانی اتفاق میفته که آیات اصلا گویا نه تنها برای اون زمانه. دقت کنیم در آیات خیال میکنید همین الان برای مردم همین زمان نازل شده. مسئله ولذین به پروژه حافظون الان ما نداریم، مسائلشون در جامعه و مسائل نیست که باید مورد توجه قرار بگیره. راجع به قاعده اشتراک ما باعث میشه من تقریبا 20 دفعه در ریزم رو از کردم از خواهی میکنم. نکات خیلی ارزنده فهم شد، استفاده کردیم، ممنونم. ارزم به میگه سوال این تطبیق رو هم که من نگاه کردم بعضی طبیعه اکثر که نه همه سوال از آقای ترکاشفند هستش. من این دو تا از سوالا رو بیان میکنم و ایشون در پاسخ خودشون تجمیل کنن پاسخ به اساتید بزرگوار و حالا سوالای کفیر. از آقای ترکاشفند پرسیده شد که به چه دلیل حجاب زن کنیز رو شما ملاک قرار میدهید برای تعیین حدود حجاب شرعی، چرا حجاب زن اصطلاحاً حره را زن آزاد رو شما ملاک برای این موضوع قرار نمیدهید؟ این یک سوال. دو، در زمان ائمه اصغر علیهم السلام آیا ما مورد داریم که خانومی آزاده این حجاب حداقلی رو نداشته باشه و یا اینکه حتی حجابی کمتر از اون حجاب مشهور رو داشته باشه؟ اگر داریم بر خود همه اثر مسلمان با این گروه چگونه؟ تشکر. خب تشکر از دوستان. اگر جناب حاج آقا که تشریف بردن فقط تونستن 20% حرفاشون رو بزنن بدون تردید، من 1% هم نتونستم هنوز بگم و این طبیعی هستش. اونهایی هم که تازه میگم دوباره متاسفانه مورد بدفهمی قرار میگیره. عرض کردم که حجاب لباس نادوخته ویژگی رایج لباس‌های اون موقع بوده، این به این معنا نیست که لباس دوخته شده نبوده، لباس دوخته شدن کم و بیش بوده ولی ویژگی اصلی در مورد لباس‌ها نادوختگی بوده. بعد آقای دکتر دوباره میگن که شما گفتید که توی این صفحه یکی از ویژگی البسه نادوخته بودنه. خب معلومه یکی از ویژگی های البسه اون موقع نادوخته بودنه، اما این سخن به این معنا نیست که البسه دوخته اصلا نبوده. فرمودن که دوباره به قمیص برگشتن، با اینکه توضیح دادم گفتم که این قمیص در مورد البسه مردم شبه جزیره زمان نزول نبوده، اینو خودتون هم اشاره کردید مربوط به حضرت یوسف یکی 2000 سال پیش بوده و دوباره تکرار شد. تعجب کردم معنای واژه ها رو آقای دکتر وطن دوست یک به یک برشمردن. این واژه ایشون اینطوری ترجمه کرده، اون واژه رو اونطوری ترجمه کرده. خب سوال، یک سوال میشه مصاحبه شونده 20 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه راجبش توضیح میده. شما الان فهرستی از معانی رو از کتاب استخراج کردید تقریبا، من باید ظرف چه زمانی پاسخ این مطالب رو بدم؟ این نمیدونم چقدر میتونه راهگشا باشه. ما کتاب رو برداریم، کتاب 1017 صفحه‌ای، این صفحه اینو نوشتید، صفحه 293 اون، صفحه 356 صفحه 500 و فلان چی؟ این البته این هم میتونه بخشی از نقد باشه و نه اینکه تمام وجهه همت بر این گذاشته بشه که ما با عیبیابی بخوایم به اصطلاح کار رو به پایان برسونیم، گرچه تا کنون هیچ کدوم از این عیبیابی هم متاسفانه یا خوشبختانه برای من به نتیجه نرسیده، یعنی هیچ یک از اون ایراداتی که میگیرن وجود نداره. نمونش همین قمیص و قمیصی بود که الان عرض کردم. واژه قمیص و من چند صفحه نکات بسیار زیادی از درون قرآن راجع به قمیص استخراج کردم و بی ارتباطیش با شب به اصطلاح مردم مکه و مدینه و ارتباطش با مردم هزاره های قبل در هم توی یکی 2000 سال قبل بوده، هم مربوط به یک سرزمین دیگه بوده. خب اون رو ما بیاییم بچسبونیم به مردم
عصر پیامبر حالان که توی قرآن راجع به اینا هیچی نگفته این بی‌انصافی اصطلاح از نظر من حد شاید هم اشتباه میکنم. عرض به حضورتون چرا زنان آزاد رو ملاک قرار نباشه؟ من توی این وقت میخوام زنان آزاد رو ملاک قرار بدم. دو توضیح جدی من برای این جلسه برنامه ریزی کرده بودم، گفتم که حالا راه طولانی میان، بالاخره دانشجویان دانشگاه الهیات دانشگاه فردوسی مشهد هستن، بیام بسته‌ای منتخب که در جاهای دیگه گفته نشده. من خب الان میتونستم سرگذشت روسری رو که توی مناظره قم گفتم، انتهای جلسه آخر مناظره قم گفتم، بیام نیم ساعت سرگذشت روسری رو اینجا بگم. خب تکراری میشد، اون فیلم مناظرهش هست، حتما فیلمش هم ببینید، فایل صوتیش هم فیلمش رو 10 دقیقه 15 دقیقه آخر راجع به سرگذشت روسری توضیح دادم. گفتم فرض میگیریم و اصلا فرض نه قبول میکنیم روسری بوده، ولی این روسری توضیح داره، یک به یک توضیح دادم توی کتابم، بیش از اون توضیح دادم، تقریبا 90 دقیقه راجع به سرگذشت روسری سخنرانی میشه کرد که همش هم ناشنیده و جدید هستش. و الان که نمیتونیم، به ویژه که مناظره قبلی گفتم دوستان به اونجا مراجعه بکنن. خب حالا ما میخوایم راجع به آیات و روایت و حکم فقهی حجاب و زنان آزاد صحبت کنیم. باز تکرار میکنم من برای اینجا بسته‌ای طراحی کرده بودم، یک برای کاستن از حساسیت ها با ذکر مورد کنیزان، که کنیزان فاقد روسری، فاقد جورا، فاقد آستین بلند چقدر تو جامعه بودن، نمازخون هم بودن، تو خونه ائمه تردد میکرد و عضو خانه ائمه بودن، کنیز برده عضو اون خونه بوده دیگه، یعنی زیر نظر آقا و اربابش کار میکرده، عضو اون خانواده، این اعضا بیرون تردد میکردن با. پس خواستم بگویم کمی از حساسیت بپردازید. باز تو بحث دوم خواستم بگم که بابا جون اگر هم اون حجاب حد اکثری مذکور در فقه درست باشه، که به نظر من برداشت نادرستی از فقهه، اونم ناظر به واقعیات موجود در اون موقع هستش، در نتیجه حکم وابسته به اون موضوعیست که در به اصطلاح اون شرایط ناظر شد. حالا توی بخش سومم طراحی کرده بودم بیام بازخوانی آیات بگم، یعنی اون کاری که توی کتاب حجاب شرعی کردم ظرف 20 دقیقه، نمیدونم که به اینجا برسم. آیات پرد ببینید، توی این رو توی دو بند میخوام بگم، یکی رد برداشت پرده نشینی جناب حاج آقایی که رفتن، ایشون البته حقشون هم بود، ساعت 2 میتونستن برن و شاید به ذهن دیگر دوستان چه، من که از قرآن و اسلام پرده نشینی رو استخراج نکردم، من گفتم فقهای سنتی برداشت کردن، من توی کتاب مفصل رد کردم این برداشت رو. چرا به گونه ایوانه بود میشه که ذهن مخاطب مشوش شده؟ شاید هم بعد من گفتم دوستان به اشتباه رفتن. ببینید پرده نشینی رو قدمای ما برداشت کردن از قرآن و روایات متعدد و توی کتابش مفصل هستش. حالا من بیام اون رو بگم، بله تحولات باعث شده که امروز اون رو خیلی چیز بعیدی بدونیم، خب بله، ولی که نمیشه بگیم که این وجود نداشته، این توی تاریخ مدون فقهی ما هست، نه اینکه جامعه حتما عمل کرده. خب من در گام اول رد پرده نشینی رو با استفاده از آیات قرآن میگم، توی گام دوم حد فقهی حجاب رو از آیات قرآن میگم. ببینید پرده نشینی یه لحظه دو ساعت گذشته جناب علی وارد بحث هستی نشد. من اجازه میدم. عرضم وجود که آقای دکتر چون نوبت آقای وطن دوستم هست یک سوال میگم وجود داره، در حد 3-4 دقیقه من ازتون خازانه خواهش میکنم، استدعا میکنم. یکی از همون برداشتهایی که فقهای سنتی ما در مورد پرده نشینی و عدم حضور زن در جامعه بیان کردن رو برای ما ذکر کنید با ذکر دلیل اونها. بعد ممنون از حضورتون دوستان. دوستان ارجمند توجه داشته باشید،
آنچه که گفته شد تا الان دقیقا در موضوع بود، با دست زدن و تشویق کردن مسئله حل نمیشه. آنچه گفته شد اصلاح تصور جامعه مذهبی نسبت به فقدان روسری بود. اگر فکر میکنید که بیراه این مطرح شده، خب این یه بحث دیگه ای، شاید ما با واقعیات جامعه سر و کار نداریم که اینها رو خارج از موضوع میدونیم. اصلا امروزه فقدان روسری رو به حیا و عفاف رفت میدن. مگه ما در جامعه زندگی نمی کنیم؟ من خواستم بگم که این ربط نادرستیست، حتی اقل بر اساس میراث اسلامی. ببینید آیه 53 سوره احزاب و آیه 33 همین سوره دو آیه هست. قدمای ما برای اثبات پرده نشینی به دو و بلکه به سه آیه استناد می کنن. میگن که اینا در درست در مورد زنان پیامبره، ولی تسری پیدا میکنه به سایر زنان مؤمن، در نتیجه زنان باید پرده نشین باشن. آیش هم همه میدونن 53 همون و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. میگه که به مردا میگه که اگر چیزی از آنها خواستید از پس پرده بخواهید. اصلا اون که به اصطلاح موضوع پرده نشین از همین کلمه حجاب. حجاب توی قرآن به معنی پرده هست، به معنی پوشش نیست. دوستان همه میدونن به اینها. امروز البته ما به معنی به اصطلاح پوشش به کار میبریم، ولی توی فرهنگ قرآنی کلمه حجاب به معنی پرده هستش. و پرده نشینی و فرهنگ پرده نشینی از این واژه به اصطلاح گرفته شده. اونها میگن که خب آیه گفته که اگر چیزی از زنان پیام اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر از آنها چیزی خواستید از پس پرده بخواهید. آیه چگونه شروع میشه؟ میگه که ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم الى طعام. هی رابران نرید خونه پیامبر. خب مردم ذوق داشتن به پیامبر که میخواستن تونتون میرفتن خونش و اینها. یه زندگی عادی از پیامبر سلب شده بوده و وقتی هم میرفتن تا شب اتراق میکردن، شب نشینی. پیامبر هم آدم خجالتی بود دیگه، طبق همین آیه روش نمیشد چیزی بگه. آیه از مقام دفاع او برآمد، ولی اینجا گفته، اینا گفته پیامبر به اصطلاح شرم میکرد چیزی بگه، اما خدا از به اصطلاح اومد پشتش و این مشکل رو برطرف کرد. میگه وارد خانه های پیامبر نشید، ولی اگر دعوتتون کردن برای مهمانی خب اون موقع بیایید. وقتی هم نشستید تا تا پاسی از چپ نشینید، غذاتون رو خوردید، خب دیگه برید. ادامه آیه میگه که ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم. این موندن شما اتراق کردن به اصطلاح پیامبر رو آزار میده، اما خجالت میکشه، شرم میکنه بهتون بگه. این همون چیزی که عرض کردم. ولی والله لا یستحی من الحق، اما خدا به اصطلاح شرم نمیکنه و میگه. بند اصلی اینه، میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر چیزی از آنها خواستید از پس پرده بخواهید. مفسرین ما به دنبالش، فقهای ما از این پرده نشینی رو استخراج کردن که یعنی باید بین مرد و زن حائل باشه، پرده باشه و این دو رو در روی هم قرار نگیرن. ذیل این روایات بسیار زیادی درست شده، اینو من تعجب میکنم. روایت من میگم حضرت زهرا نگفته، ولی دیگران میگن گفته که بهترین چیز برای زن چیز؟ این که او هیچ مردی را نبیند و هیچ مردی هم او را نبیند. یعنی اصلا پیکرش رو نبینه ها، نه اینکه اگه حجاب کامل رو رعایت کرد ببینه، نه اصلا کلش. میگه که ابن ام مکتوم اومد خانه پیامبر نابینا، ابن ام مکتوم نابینا
حضرت زهرا پاشد رفتش اون یکی اتاق مثلا، حالا یه جای دیگه رفت دور شد. پیامبر گفتش که بابا این که نمیبینه، بخوا این که بوی حضور زن رو احساس میکنه که، یعنی اصلا من اینا رو مفصل توی کتاب چند صفحه در به اصطلاح ساختگی بودنش شرح دادم، ولی دیگران که نگفتن ساختگیه، دیگران بر اساس اون فتوا صادر کردن و حکم پرده نشینی زنان دادن و مادران ما رو تلاش کردن در طول تاریخ پرده نشین بکنن، از تدریس، از تحصیل، از مدیر مدرسه شدن، از اشتغال باز دارن بار ناخواسته. حالا آیه چه میگوید؟ اونها اینا میگن، آیه میگوید که من توی کتاب توضیح دادم خانه ها فاقد درد بود، یه پرده آویخته بود، خب یه پرده آویخته بود، اینا هیچ به اصطلاح چیزی برای خودشون قائل نبودن که میخوان برن یه یالاهی بگن، یه اجازهی بگیرن، چه اینا سرشون رو مینداختن پایین رو میرفتن داخل خونه. بعد خب ممکن بود زن پیامبر توی وضعیت نامساعدی باشه یا اصلا دوست نداشته باشه اون موقع کسی بیاد سراغش و اینها، میرفتن داخل. توی روستاهای ما هم من بچگی یادم بود دیگه که افراد مردها خانه یکدیگر میرفتن، اصلا یالایی در کار نه، اصلا بی احترامی میدونستن. آقای مطهری هم اینو گفته، اصلا این میداختن پایین میرفتن تو. قرآن میگه که وارد خانه های پیامبر نشید مگر برا مهمونی، اگرم کار داشتید و ازا سألتموهن، نه حکم در مورد مردانه نه در مورد زنان، سألتمو شما مردان کار داشتید، اگر شما چیزی از آنها خواستید سرتون تو پرانتز سرتون رو نندازید پایین برید تو، پشت پرده وایستید حرفتون رو بزنید، بگید که ما اومدیم. اونم خب خودشو آماده میکنه و میاد دم در جواب میده، دیگه بقیه که آیه نگفته، توی آیه داره اشاره به معضل ورود و خروج بی اجازه مردان به خانه های زنان پیامبر میکنه، میگه که این کارا رو نکنید. این آیه ذیل آیات استیزانه، آیات استیزانه که خوندید تو سوره نور، اونها درد نداشتن، قرآن با یک طراحی زیبا مسئولیت از آسمون که نمیتونست خدا درد نازل بکنه براشون، ساخت درب و لنگه های درب نیاز به پیشرفت خود بشر داره، قرآن هم که نمیتونست منتظر بمونه تا درب اختراع بشه، حالا که نداشتن یا کم داشتن یا همه نداشتن یک دستور اخلاقی صادر کرد، گفت وقتی رسیدید کنار به خونه مردم پشت در وایسید، بگید بیام تو، اگه اجازه دادن خب برو تو، اگه ندادن خب نرو. یعنی اف اف و زنگ در و اینها رو کلون و اونا رو چون نبوده، این دستور اخلاقی و مسئولیت اجتماعی رو جایگزینش کرد، گفتش پشت در وایسید. حالا بعضیا بودن پردم نداشتن، من اونجا که گفتن دیوار، اون مستند به یک روایته. عزیزان من این کتابو میگم با حوصله نوشتم، خواهش میکنم به هیچ وجه به اصطلاح تحت تأثیر قرار نگیرید و توضیحاتی کلمات رو منقطع شده از مثلا اون که کنار دیوار باشن، یک روایت بود، میگه که وقتی رسیدید به در خونه مردم، چون اکثرا روزها پرده ها رو بالا میزدن که نور بیاد تو، میگه وقتی رسیدید در خونه مردم تو روبروی در به اصطلاح اون مدخل ورودی، با این هستی که تا آخر خونه رو ببینید، کنار دیوار وایسید، صدا بزنید، بگید اعذن لکم، سلام، اول بگو سلام علیکم، او جواب داد سلام علیکم، بگو اعذن، آیا از دارم بیام تو، اگه گفت بیا بیا، اگه نه این کنار دیوار این بودش. خب این آیه حجاب که هیچ ربطی به پرده نشینی نداره، ولی از این پرده نشینی استفاده شده و قرنه هم و همچنین به سه آیه دیگه مونده، انشالله به مرور میگم. خانم مشتری، اگر بخونم به بار تا آدم، اگر بخونم به بزن میشه بخونم، خانم مشتری بخونم.
یکی پیشنهاد دارم آقای دکتر. ببینید نه اینجا بلکه در شهرهای مختلف به هر حال همه جا مناظره ای راحت سالی گذاشته شده، شاید هدف این نبوده که بخواد طرف مقابل برای بیاد برای یکی آقا خانم ها قراره برن تو پوشیه و پردنشون باشن. ما اینو انکار نمی کنیم که افرادهای همیشه در طی این 14 قرن در احکام مختلف ممکن اتفاق افتاده باشه، گرچه اون افرادها هم به حکم این که اگر از مرجعی صادر شده باشه احترام داریم به نظرشون، همونطور که اگر نظر شما رو هم قبول نداریم ولی به عنوان صاحب نظر و حسابی احترام میذاریم. این که ما احترام میذاریم به نظرات قبلی حرفی نیست، ممکن افرادی هم اتفاق افتاده. ولی یه نکته من یه پیشنهاد دارم، یک نکته میخوام از شما سوال کنم. اولا پیشنهاد دارم به شما این همه سوالاتی که از شما در طی این چند سال که حالا شما میفهمید کتاب منو بخونید، ما 6 سال پیش این کتاب رو داشتیم اینترنتی شو به سلام از ما خوندیم، منتها این همه نقدهایی به حضرت عالی شده، آیا هیچ کدوم از سر انسان هیچ کدوم وارد نبوده؟ لااقل ما فایلهای صوتی از شما داریم که از سالی فهمیدید بله اینجا درسته، اینو من اشتباهمو میپذیرم. آیا شما در تجدید چاپ کتاب خودتون یا اصلا بیاید یک بازنگری کنید دوباره این کتاب رو بنویسید؟ ببخشید من اینو عرض میکنم، همونطور ببخشید که کلام جدوی حرف میزنم مثل روش خود از داری. ببینید یک به جای این 1017 صفحه تکراریاش رو حذف بفرمایید، نقدهایی رو هم که بر شما شده مستدل جواب بدید، شاید قصر کتاب خیلی کم در باشه و دانشجو محترم اگر هم چاپ بشه بتونه بخره، 200-300 سال شاید بیشتر مطلب نره توش و هم ازاره دست مطلب خیلی تکرار داره. بعد مستدلش هم کنید که افرادی که نشستن مقابلتون به حال اگر افرادی دوست دارن برسن به نظریه فرهنگی دارن میگی، اگر دوست دارن به این نظر برسن خب به این نظر میرسن، عادی میرسن. اونایی هم که مستدل فکر میکنن اگر شما مستدل حرف بزنید تو کتابتون که استدلالات عقلی درست داشته باشید خب قطعا میپذیرن. پس لطفا هم خلاصه کنید هم جواب نقدها بدید. هم یه سوال دیگه هم از خودتون دارم، شما الان تو کلام تو این دفعه پریدین کلمه قطعا موضوع اگر از اول دقت میکردن شنید، گفتید این مال از زمان حضرت یوسف بود که قمیص داشتن و اونا متمدن بودن لباس داشتن. آیا اسلام آمد تا مردم رو متمدن کنه یا بر جهل جاهلیت زمان عربستان سهه بذاره؟ نهایتا ما نفهمیدیم که این در این مباحث که شما یک سال حالا کتاب رو که دوست دارن بخونن میخونن حتما و دارن، ولی اگر در این یک ساعت صحبت شما نفهمیدیم که بالاخره اسلام نظرش این بود که خانم ها از شهر کنیزی بیان بیرون، تمدن حداقل 1000 سال قبل از اسلام رو برای قمیص داشتن لباس درست داشتن داشته باشن و در جهت تعالی زنان این حق بزن یه که سهه بزن دو آقا سرما زمان جاهلیه. ببینید ما ایچه نمیگیم، شما رو سهراب جاهلیه باشید. خیلی ممنونم، خیلی دلایل گفته شد، منتظر نقد شما هست. یکی آیه از سوره احزاب فرمودن در مورد همسران پیامبر و یکم حدیثی از حضرت زهرا بیان کردن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا ادعای که مطرح شد چون من اول یک اشاره‌ای بهش می‌کنم بعد بپردازم به این سوره احزاب که اصلی‌ترین دلیل ایشون بود و استدلالی که ایشون دارن. الحمدلله بعد از یک و نیم ساعت نزدیک دو ساعت رفتم به حوزه آیاتی خیلی خوبن. ببینید من دقت نمی کنم در عبارات، بنده گفتم ایشون گفتن که قمیص خودتون گفتید مال زمان حضرت یوسفه، چه ربطی به زمان پیامبر داره؟ مگه من گفتم مال زمان حضرت یوسف؟ فقط من روایت آوردم که از عایشه پرسیدم قمیص پیامبر چجوری بود، طول و عرض ذراع آستین و ایناش رو آوردم، اون روایت رو چه میگید؟ روایت بسیاری گفتم که در زمان پیامبر بوده و قمیص لباس پیامبر رو قمیص معرفی کردن، پس اون دقت نشد. ببین اینجا که من چند تا کلمه رو باید ترجمه کردم بحث این جدلی که نمیخوام بحث کنیم، نمیخوام بگیم که این ده تا کلمه گفته معنیش شما، اونی که اشکال در روش شما بود و این من استدلالم روشن بود. من گفتم این روش کشف معنای موضوع ده و معنای حقیقی واژه اینه،
گفتم یه حزم استدلال دقت کردم اصلا دیگه گفتم یه حقوق اصلی داره، یه هیئت داره، فلان داره، اینا دخالت داره در معنای موضوع. نه شما با چه شیوهی به راحتی اومدید برخلاف اون کتب لغت این معنی رو ترجمه کردید؟ اون روشتون رو بخواید توضیح بدید که نمیخواد 3 ساعت وقت بذارید، 5 دقیقه میخواد. چطور من چند دقیقه گفتم؟ 2-3 دقیقه. گفتم یه روش رایج تو کتب لغت دانش فقه لغت اینه. شما با چه روشی استفاده کردید اینها را؟ نه اینکه یکی یکی بیارید اینا رو تعریف کنم. معلومه که منم چنین انتظاری ندارم، اصلا بی جای چنین انتظاری. فرمایشون از این جهت درسته. شما روشتون چیست؟ که رسیدید به یک معنایی که 90% کتب لغت اینو نمیگن. این مهمه. روش روز دیگه بحث دارم. خیلی هم تو عبارات جناب آقای ترکاشوند عزیز این هست که مراجعه کنید، فیلم رو نگاه کنید، ببینید. ببین اینها خوبه که یکی از اینها با استدلال گفته بشه. الان دادم خوب شد ها. بازم من تشکر میکنم از ایشون. همین آیه رو که آوردن ترجمه کردم. خود بازم یک نحوه استدلال خوبه. الحمدلله. منتها اینکه بگید ارجاع بدید برید بخونید. خب منم میگم شما برید. آیا که میگید باید نقدهاش هم کنارش بخونید. نقدهای بسیاری شده. مثلا من چند مورد از این نقدایی که به این دیدگاه شده در طول سالیان از سال 90 به این بعد یه پایان‌نامه‌ای هست مال آقای شاه‌ثنایی، پایان‌نامه رساله دکتریه و بناست انشاءالله چاپ بشه عنقریبه. شما این پایان‌نامه رو بگیرید که به صورت مفصل دقیق نقد علمی کرده این ادعاهایی که در کتاب حجاب شریع در عصر پیامبر شده. یه سری نقدایی که البته خودتون دیدید اینا دیگه گفتنش برای شما خوب نباشه چون خودتون مستحضر هستید که مثلا مقالاتی که آقای سوزنچه دیگران نوشتن. یک شماره از پژوهش‌های قرآنی نشریه علمی پژوهش‌های قرآنی هست که یک شماره خودش رو اختصاص داده به مبحث حجاب، یک شمارش رو که مجموعه مقالاتی که تو بحث حجاب و ادله قرآنی روایی بحث شده اینها رو انشاءالله ملاحظه بفرمایید که فرمایش خانم دکتر یک بازنگری بشه تو این 1100 صفحه بدن خلاصه بشه سامین عالمانه بشه. اگر قابل پاسخ هست و پاسخ بدید، اگر قابل پاسخ نیست تقوای علمی و توازنی احتضا میکنه که بگید آقا ما اینجا رو اشتباه کردیم. اتفاقا با این حرف زدن آدم کوچیک نمیشه بلکه بزرگ میشه. شما گفتم این رو باید دلایل رو بگید. واقعیات جامعه چه ربطی به برداشت فقهی داره؟ هی تکیه میکنن چون در پاسخ یک از موضوعات گفتن شما مثل این که واقعیات جامعه رو نمیبینید. خب واقعیات جامعه خلاف آن چیز که فقهی اقتضا میکنن. حالا این حکم فقهی رو ما باید به خاطر واقعیات شما مبدلش کنیم چون اکثر خانم ها مثلا حجاب شرعی رو رعایت نمیکنن، پس ما باید بازنگری کنیم در حجاب شرعی شرعی اتفاقا باید ببینیم قانون شرع بر اساس یک سری مسائل و مفاسد جلب شده. حالا ممکنه اون مسلمان به این قانون عمل نکند. یعنی بحث مال مقام اجرا با مقام تقنین نباید خلط بشه. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. مسلمان اجرا نمیکنه نکنه، ما باید این قانون رو تغییر بدیم چه هست که ادله یعنی بخشش که ترجمه یاد بکنون دلیل قرآنش رو فرمودیم. ببینید تو این دلیل قرآنی آیه 29-30-31 سوره نور دقت کنید، خودشون هم اینو قبول کردن و در کتابشون هم هست که شأن نزول آیات به عنوان یک بحث تاریخی لازمه برای فهم چی؟ فهم آیه. و خدا پیرشون بده استناد کردن به شأن نزول. منتها دقت کنید ایشون از شأن نزول بخش از آیه 30-31 اومده این نشه گرفتن، گفتن ظرف و شأن نزول بخش هایی از آیه مربوط به گرماوله گرماوه استهمام دقت این عبارت شما میتونم اینم نکته اجازه بدم. این آیه و آیات دو تا شأن نزول داره، یکی از امام باقر علیه السلام هست که در کتاب کافی آمده و یه شأن نزول دیگه مال مقاتل ابن سلیمانه که از مفسران قرن دوم هجری بوده. اونجا ایشون هم شأن نزول دیگری داره. بر اساس هیچ یک از این دو شأن نزول این برداشت درست نیست. آیه ربطی به گرماوه استهمام نداره. این عبارت چیه؟ حالا این خود عبارت هم نکات جالبی هست. این عبارتیشون اینه: شاید بتوان ظرف مکانی و شأن نزول آیه را مربوط به گرمابه ها دانست. با شاید باید به درست نمیشه. به ویژه اینکه این دو آیه یعنی 30 و 31 بلافاصله در ادامه آیه 29 هست که ناظر برخواهش ندینه که جواز ورود به بیوت غیر مسکونه بوده قشنگ اشاره هم کردن و این بیوت مطابق برخی روایات منطبق بر گرمابه ها میباشه. که من میگم دو تا شأن نزول بریم رفتی به گرمابه، حالا اون بیوت رو نمیگم آیه رو دارم میگم دقت کنید ممکنه روایت تو زمینه باشه.
اگر این سخن درست باشه، ببینید همه شاید و باید میگن، آیا تفسیر قرآن رو با شاید باید، مراد شارع از آیات رو با شاید باید فهمید. اگر این سخن درست باشه، یعنی هنوز خود اون مفسری که داره برداشت میکنه، اگر داره معلوم نیست درست باشه، در این صورت ورود به گرمابه های موصوف به دانشگاه دانسته شد. میتوان گفت در آیه 30 و 31 به ذکر اندرزایی در مورد آداب حضور مؤمنان در اونجا پرداخته است و خواهان دیده ندوختن به شرمگاه دیگران، پوشاندن شرمگاه خود و رعایت دقت بیشتره. چون آیه مربوط به گرمابه هاست، پس این که میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، این غض بصر، مال غض بصر از چیه؟ از شرمگاه افراد است، نه غض بصر از بدن مثلا نامحرم. دقت بکنید، متعلق غض بصر فقط شد چی؟ شرمگاه. بر اساس چی؟ چون شاید، اگر، باید، شأن نزول چیه؟ از شأن نزول فهمیده میشه مراد گرمابه هاست. حالا دو تا شأن نزول بریم، شما ببینید از کدوم میفهمید. شأن نزول اول روایتی از امام محمد باقر اسلام در کتاب کافی است. این عبارت امام: جوانی از انصار در مدینه با زنی روبرو شد. زنان در آن هنگام مقنعه هایشان را به پشت، مقنعه در زمان جاهلی بوده، مقنعه هایشان را به پشت گوشهایشان می افکند. یعنی ترجمه روایت آن برداشت است. این نگاه: آن جوان به وی که از سمت مقابل می آمد نگریست. این جوان نگاه کرد به زن نامحرم و چون از کنار او گذشت، همچنان بدان زن نگریست و وارد کوچه تنگ شد و مرد همچنان چشم در پشت آن زن داشت، و در این هنگام صورتش به استخوانی که در دیوار قرار داشت برخورد و بشکافت. چون آن زن به رحم مرد به خود نگریست و دید که خون بر جامه و سینه‌اش می‌ریزد، گفت به خدا سوگند که باید نزد پیامبر بروم رویداد ایشان را از این رویداد آگاه کنم. تا بعد وقتی این ماجرا رو به پیامبر گفت، جبرئیل با این آیه برخورد شد. تمام ترجمه روایت بدون تصرف در روایت و از این گرمابه برداشت میشه، از این نگاه متعلق غزه شرمگاه برداشت میشه، از این روایت امام باقر که در شأن نزول آیه است. خب این یک. دو، شأن نزول دوم مربوط به تفسیر مقاتل ابن سلیمان. این عبارتش اینه: زنی به نام اسواء بنت ماشه نخلی در بنی حارثه داشت و روزی چند زن در حالی که موی سر، گریبان و خلقال پایشان آشکار بود بر او وارد شدند و او گفت چه بد منظره‌ای. و به دنبال این قضیه این آیه بر رسول خدا وارد شد. اینجا هم متعلق غزه نگاه شرمگاه است، فهمیده میشه خیش و چگونه استفاده شده است که متعلق غزه، یعنی یک موضوع که میگه، یعنی همون نگاه به شرمگاه نشه، مقصود گرمابه هست، چون در گرمابه ممکنه مثلا شرمگاه افراد نمایان بشه. به اینجوری گفته شده. بله، که گفتیم این نقد اساسی رو شما نگاه کنید. تفسیر آیه، این آیه مبتنی برای شأن نزول غلط دانسته شده. و اگر شما آمدی بر اساس شأن نزول وهمی و پنداری تفسیر آیه رو ارائه دادی، یعنی که تفسیر از اساس ویران است. این لازم شما رو جزئیات بشید که بحث دیگه نقد دیگه رو مطرح کنید. کل حرف شما، برداشت شما مبتنی از یک شأن نزولی است که واقعیت ندارد. اونقدر لازم میشه دوباره کلماتم بحث کنیم؟ نه. پس این برداشت از آیات اگر اینطوری صورت بگیره، دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. و هر کسی شب تو کابه صبح بلند میشه، میشه مشتهد دارم بودش، میشه مفسر. گفتم که نیاز به استادان شکستن داره، مال این است. و ایشه، حالا ممکنه بگه نه من یه شأن نزول دیگه دیدم که نداری ما. برفرض دیدم که اشکال نداره. این شأن نزول ها با اون شأن نزول تعارض میکنه. من مفسر در مقام تفسیر باید تعارض رو بگیرم، حل کنم، به الا اجازه برداشت از قرآن رو ندارم، معنام باید مشخص کنم. من این معنای تفسیری و برداشت تفسیری متناسب با کدام شأن نزول است؟ حتی یک کسی که این ادعا میکنه بازم میگن عذر بدتر از گناه. ببین این برداشت اینجوری صورت گرفته. ما که با اصل حرف جدید مشکلی نداریم، اتفاقا قائل به انفتاح باب علمی، باید در باز باشد، دیگران هم نظراتشون رو بگن. من بیش از این به نظرم وقت عزیزان رو نمیدن، همین اندازه کفایت است. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. آخرین سوال کننده سوالشون رو بپرسن و جنبندی هم در خدمت آیه تو پشتن هستیم. وقتا خانم نامجون باشه. یکی از دوستان چندین با من شرمندشون میشم دست بلند کردن، اصخا هم جانشین خانم در خدمت بود. اگه لطف کنید بلندگو رو برسونیم به دوستمون. آقا هست شده بحث پایینی رو در حد 5-6 دقیقه. من باز هم جا داره تقدیر و تشکر ویژه‌ای بکنم از تشکرهای برگزار کننده بسیج دانشجویی دانشگاه فردوسی، سازمان دانشجویان جهاز دانشجویی و همچنین انجمن علمی ماهات
همچنین ریاست محترم دانشکده که همیشه در برگزاری چنین جلساتی با ما نهایت همکاری داشتن. در خدمتتون هستم. سلام علیکم. تشکر می‌کنم از آقای دکتر که خوب در شأن واقعا دانشجو مسائل علمی و مستدل بحث شد. من واقعا درخواست دارم از شما به عنوان یک پژوهشگر کاش عملا پی دی اف همین کتاب رو برزنت می‌کردید، یعنی فضا رو دانشگاه ایجاد می‌کنه که ما مستند صحبت کنیم. ویدیو برای داشتیم اصلا فضا علمی و خب من واقعا دو ساعتون استفاده کردم حاضر کنیم. و یه مطلب شما تو صحبتاتون داشتیم در مورد این که حالا به این بحث رفت ندارم و گفتیم که موقع گر نبوده میتونید مفصل به پاسخی که برها در رد بحثای وهابیه در خصوص فاطمی میداریم مراجعه کنید که آیات قرآن هست و روایات تاریخی هست اون موقع در بوده کلید داشته ما آیه داریم که به قیمتی میتونید وارد بشید که مفاتیح اونها دست شما هست صریح آیه قرآنه. کاش ما اگر بحث پژوهش رو پژوهشگر رو به خودمون اختصاص بدیم حداقل بتونیم پی دی اف همون کتاب 1500 صفحه اینجا عنوان کنیم چون ما واقعا یک سند مدرکی ندیدیم ولی ما واقعا لذت بردیم با اینکه دانشجو فنی هستم ولی خب واقعا لذت بردم از شما دارم. خواهش میکنم. عزم وجودتون بعضی دوستان بعضی از دوستان دست بعضی از دوستان اعلام آمادگی میکنم برای سوال شفای حقیقتاً عذر ما رو بپذیرید دیگه موجهه همینطوریش هم بولنار اتاق فرمان خیلی به ما وقت داد ساعت 2:10 برامون تموم کنیم به حال وقت باز هم ظرفیت کشش خودش داره آن دوتون جمع‌بندی کنید در حد 5 دقیقه ممنونم. خب بسیار ممنون ابتدا از خانم محترم استاد اجنند من عرض بکنم خدمتتون که تا کنون نقدهایی که شده که من با حوصله توی ده ها جلسه رسل تخصصی که وقت مصطفیان در اختیار بوده شرکت کردم توی اونجا نقدهایی مطرح شده نه از نقدها استفاده کردم برای اینکه بعداً ابهام زدائی های انجام بدم. تا کنون هیچ یک از نقدهایی که مطرح شده موجب این نشده که من رو توی اون نوشتن اون پیوست وادار کنه که برخی اشتباهاتم رو اصلاح کنم. اشتباهاتی متاسفانه تا حالا بهش برخورد نکردم. چشم البته مواردی بوده که نشون میده ابهاماتی وجود داره که من باید مطالبی رو اضافه بکنم که اون ابهامات برطرف بشه. چشم امیدواریم که خیلی از اساتید پیشنهاد کردن که این رو توی یه مثلا چکیده ازش 200 صفحه 300 صفحه بنویسید که استفاده بشه و اون رو امیدوارم این کار اتفاق بیفته. ولی دانشجوی دانشکده الهیات باید همین 1017 صفحه‌ای رو بخونه، اون برای دیگران هستش. حذف تکرارها قطعاً توی اون 200 صفحه 300 صفحه بله حذف تکرارها خواهد اومد، پاسخ به نقدها خواهد آمد، ابهام زدایی هم انجام خواهد شد. تمام ایرادهی که به ترجمه گرفتن تمامش رو من نگاه کردم با دقت، متاسفانه هیچ کدومش وارد نیستش. برخی از اونایی هم که ایراد گرفتن بعدن اطلاعیه دادن گفتن بله اون رو ما ایراد گرفتیم از ایشون، اشتباه از ما بود، ما کامل نخونده بودیم، حق با ایشون بودش. از حضورتون توی جناب آقای دکتر وطن‌دوست اجازه بدید که بگم من از شما انتظار نداشتم درباره این آیه 31 سوره نور و اون گرمابه و استحمام. من الان نگاه کردم 65 صفحه این آیه 31 نور رو من توضیح دادم، احتمال‌های مختلف رو ذیلش فهرست کردم، گفتم یک کار کارگاهی انجام دادم، احتمال‌های مختلف رو فهرست کردم، هر کدوم رو کوتاه معرف کردم، اونایشون که مهمتر بود رو بیشتر پرداختم. از همه کمتر و کمتر همین بخش مربوط به استنباط معنای گرمابه و استحمام بوده که نیم صفحه فکر کنم بهش پرداختم. اونم رسالت هم ایجاب میکرد، گفتم چون آیه قبلی احتمالاً راجع به گرمابه است و استحمام، این داره احکام مربوطه رو در قالب یه شاید و با کمترین وقت ممکن یه نیم صفحه گفتم. خب این رو شما بولد کردید، برجسته کردید، انگار تنها حرف من هست و حرف اصلی خودم که در ادامه گفتم رو، یعنی
130 برابر این مطلبی که الان شما گفتین نیم صفحه بود. من 65 صفحه صحبت کردم، 130 برابرش رو شما نادیده گرفتید. اجازه بدید که ازتون با از این بابت ناراحت باشم. دوستان گفتن که، و اونم تحت عنوان شاید مطرح کردم، دوستان من توی برخی مناظر سعی کردم اینجا حرفای تازه بزنم، قبلی ها رو نگم. این استحباب حبس مرأ، این که قدما این رو چیزی هست، فراوون هستش. اصلا توی کتب جوامع حدیثی همش لزوم و تحسین الباسار، تحسین المرأ فی البیت، لزوم حبس زن در خونه، استحباب و حبس المرأ فی البیت. مثلا آخریش هم که دیگه همه عروت الوثقی صد سال صد و خوده، از تحب و ترجمه نکنم همتون بهتر، از تحب و حبس المرأة فی البیت فلا تخرج الا ضرورتن ولا يدخل علیها احد من الزوج، که حتی مراجع کنونی هم قبول کنم. و اما آیه دو آیه اصلی که میخوام اگر اجازه بدید به اصطلاح به اون بپردازم ظرف مثلا 4-5 دقیقه، که آیه 31 نوره که چه میخواهد بگوید، آیه جلبابه که چه میخواهد بگوید، اصلی ترین آیات قرآن در این باره که به اصطلاح مهمم هستش. توی اون هم واقعیات عصر نزول رو میگم و هم علاوه بر اون اراده خدا از نزول این آیات. خیلی کمه استاد، ما حقیقتا بردن خدمتون عرض میکنیم که خیلی مشتاق هستیم، خیلی مشتاق هستیم از هر دو طرف بیشتر استفاده بکنیم، اما واقعا زیر وقت الان که ساعت هم شاید در برنامه های احتمالی دیگه بخوان، به همین حد بسنده میکنیم. تشکر ویژه خدمت شما بزرگوارم عرض میکنم، همچنین از حضار گرامی، اهل علم، فرهیختگان گرامی. من جا داره به نوبه خودم یه تشکر ویژه هم بکنم از دوستانی که دوستان انجمن علمی ماهاد که حقیقتا توی این چند سالی که تشکیل دادن این گروه رو خیلی خوب دارن عمل میکنن تحت حمایت و نظارت آقای دکتر آبی سراسیا، انشاءالله که خداوند به توفیقاتشون بیفزه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. تشکر از همه ایمان.